بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، میخواستم بگم پشت پا، پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در کمینتون باشه. بعد از مدت ها دیروز و پریروز برنامه آقای رضا پیرامون یا رامین پیرامون رو تماشا میکردم، ایشون با یک استادی با یک دکتری، ماشاءالله همه دکترن، کمتر از دکتر اصلا چلو کباب نمیخورن، در اصل صحبت میکرد. ایشون گفت با یک نگاه سرانگشتی، گفتم والا تا حالا ما میدونستیم با یک حساب سرانگشتی، یعنی وسیله کامپیوتر چرتکه اینا ندارن، کامپیوتر چیزی با به اصطلاح انگشتاشون حساب میکنن، ولی نگاه سرانگشتی نداشتیم، مگر اینکه شما هم مثل من چشم هاتون پف کرده باشه، من مجبور باشید که انگشتتون رو اینجوری کنید تا نگاه سرانگشتی داشته باشید. دوستان عزیز، در دو سه روز گذشته خبرها زیاد بود، هر روز خبر هست. یکی به من گفت شما تو آمریکایی، گفت شما تو برنامهات از چی صحبت میکنی؟ گفتم متاسفانه و خوشبختانه ما از کشوری آمدیم که هر روز یه موزلی، یه پرابلمی، یک اشکالی اونجا هست و ما میتونیم ساعتها درباره اینها صحبت کنیم بدون اینکه حتی یک کلمه بنویسیم. من امروز برنامه‌ام برای اولین بار بدون کاغذ و دفتر و دستک و یادداشت اومدم اینجا، چون حقیقتش از درگذشت آقای امیر هوشنگ ابتهاج، این چی میگن؟ ملخص؟ اختلاس کلمه بدیه. به سایه که این دوستمون آقای طهمورث زمانی نوشته بود که تا قبل از انقلاب ایشون کلمه یادم رفته الان سایه بود، بعدن به جای سین خه بذارید چون آویزون شد به آخونده و حزب توده و اینها، بگذاریم. این آقای ابتهاج وقتی فوت شد، شما دو تا طیف میبینید، یکی اونایی که با ایشون مخالفن و به اصطلاح سر دشمنی که نه، دارن حقیقت رو میگن، یکی اونهایی که به دلیلی فامیلن، آشنا هستن، ایشون رو دیدن، از شعراشون خوششون اومده. من تا دو روز پیش نمیدونستم شعر تو ای پری کجایی رو ایشون گفته، فکر میکردم اون مال خیلی زمان ناصرالدین شاه هست و اینها. بعد اون شعر ایران ای سرای امید رو اینها رو بماند، ولی شما دو تا برخورد خیلی شدید میبینید. بذارید من یه نگاهی کنم ببینم برنامه اون پخش میشه یا برای خودمون داریم صحبت میکنیم. بدم نیست گاهی وقتی آدم برای خودش صحبت کنه، این تلفنتون رو بردارید، ضبط کنید، حرف بزنید، بعد خودتون گوش کنید ببینید مثل من چقدر مزخرف حرف میزنیم ما، و بیچاره اونایی که میشینن و تماشا میکنن. خب من یه نگاه به اینجا بندازم، صفحه سوربی در فیسبوک و صفحه مردم تیوی در فیسبوک، صدای صفحه سوربی رو آزمایش میکنیم. مزخرف حرف میزنیم ما. خب حالا میریم صدای صفحه فیسبوک مردم تیوی. اگه دوستانی که اینو الان که میبینن یا بعدن در بازپخش هرچی لطف کنن برای دوستان خودشون شیر کنن، ممنون میشم. آقای امیر موثقی اینجا، سلام عزیزم، خیلی خوشحالم که آمدم صفحه سوربی هستم هنوز نه؟ یا صفحه من فکرم اومدم صفحه خودمونم دیگه نمیدونیم کجا هستی. بله بذار اینجا من بیام صفحه مردم تیوی و اینجا هم چک کنم دوستان رو. بله شب جمعه هست، یادی از رفتگان، مسعود اسداللهی، هنرپیشه، کارگردان، فیلمساز و اینها، و آقای امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر قدیم و شاعر جدید، و میدونید ایشون دو تا ردیف به اصطلاح به دو طریق، یکی نیمایی یکی کلاسیک و اینها، غزل و اینها، خیلی کارشون درست بوده. 90 و چند ساله. بله اینجا این هنوز هست. خب پس هستیم دیگه، جای گله نیست، فقط از شماها گله میکنیم که نیستید اینجا، و اون هم دلیلش اینه که من تا امروز هنوز نمیدونم از طریق فیسبوک چگونه شما رو دعوت کنم که بیان. میبینم بعضی ها تگ میفرستن برای من که آقا برنامه‌م لایو، بیا. منم حالا دارم توی بیابون که چه عرض کنم توی جاده های آمریکا رانندگی میکنم. بماند، برگردیم با سر این موضوع شب جمعه در گذشتگان. یکم فکر کنید به کلمه ها.
اصلا چرا به اینها میگن آقای ابتهاج درگذشت؟ یعنی درگذشته زندگی کرد، تموم شد رفت. خود ابتهاج یه شعری داره با آقای لطفی میخونه که میگه امیدی به مرده ها نیست، زنده ها را دریابید. اینو پیدا کنید، حتما این دو سه روز گذشته خیلی ها این شعرهای ایشون رو به اصطلاح اینها رو گذاشتن. خود ابتهاج میگه اونی که مرد دیگه مرد و رفت. من اینجا اونجا خوندم که ایشون احتیاج به اصطلاح ایمان یا باور به خدا هم نداشته. تو این قسمت با هم شریکیم. چه خدایی؟ آخه مگه میشه یه موجودی بیاد بگه من شما رو درست کردم ولی اینقدر بی‌عدالتی میکنم، اینقدر شما رو اذیت میکنم که میخوام شما رو آزمایش کنم؟ این موجود دیوانه است، اینو باید تحویل یه جایی بدن، ببرن بهش صحبت کنن. آخه تو در جوانی چه عقده ای داشتی که اینجوری میای 8 میلیارد آدم رو درست میکنی، براشون خوراک درست نمیکنی، براشون زندگی درست نمیکنی، بهشون عذاب میدی، اونو کور میکنی، اونو فلج میکنی، اونو پیر و ناتوان میکنی؟ آخه این چه خدایی است؟ بماند در چین ساختمونهایی رو میسازن و به مردم میدن، اونجا هم دوچار مشکل بزرگی شده، چون مردم از دهات یا از روستاهای خودشون میان به شهرها و در شرکت‌های بزرگ کار میکنن و چون حقوقشون هم کمه اونا میگن اوکی بهتون یه خونه میدیم اینها. یعنی حقیقتا همون بردهداری در عصر جدید. برید این رو نگاه کنید، بنویسید زندگی در چین، چاینا، یا به قول آقای ترامپ تاینا. و آقای ترامپ مثل پفک نمکی، نه پفک نمکی، نه، مثل پاپکورن این چوس فیل افتاده توی این به اصطلاح قابلمه گرم و داره بالا و پایین میپره. جالب اینه که دوستانی که طرفدار ایشون هستن اینقدر از آمریکا و قانونمداری، قانونمندی بهتر از قانونمداریه، چون این کلمه مدار رو ما برای ندار استفاده میکنیم، برای مدار از روزگار بینیم، اینقدر از قانون و خود ترامپ اینقدر از قانون صحبت میکرد، حالا که قانون اومده سراغش داد و بیداد میکنه که اینها به خونه من حمله کردن. میگه آقا چه حمله ای؟ این مدت ها از طریق AG Attorney General، از طریق دادستان کل کشور، از طریق قاضی های فدرال و از طریق FBI که خود شما آقای ترامپ اونو گذاشتی اونجا، اینها دنبال شده، همه به این نتیجه رسیدن که آقا گند زدی، بدبخت، با این همه ورشکستگی و این همه کلاهبرداری آخر عمری میرفتی برای خودت زندگی میکردی، این چه درد سری بود که برای خودت ساختی 4 سال و خانواده احمق و شالاتان و نادانت هم پا به پای تو آمدن تو کاخ سفید و چنین کردن که میبینید همه افتادن توی این دیگه پاپکورن. یادتونه تو شیشه یه قابلمه بود تاپ تاپ تاپ، بعدم اینجوری وارونش میکردن، همه میریختن پایین. حالا که اینا وارونه بشن و بریزن پایین، اون موقعی که اینها یکی یکی برن زندان. شانس خیلی کمی هست که ترامپ رو به زندان بندازن، ولی همین که این FBI رفت توی خونه فلوریدا و این 12 باکس یا کارتون مدارک محرمانه و خیلی محرمانه و اینها رو آورد، خودش به دیگران درسی میده که آقا تو میای میری از این کاخ سفید که خانه مردمه و به تو دادن استفاده میکنی، وقتی میخوای بری بیرون نباید حوله و دستمالشون هم نمیدونه صابونشو بدزدی، همه چی رو بذار و برو. بماند برگردیم دوباره در گذشتگان. چرا به اینایی که فوت میشن، فوت که کسی نمیکنه، فوت میکنه یعنی خودش فوت میکنه، اینایی که فوت میشن بر اثر پیری، بر اثر بیماری، بهشون میگن فلانی درگذشت. این آقای جلیل بهار، دکتر جلیل بهار که خودش هم درگذشت، این اولین بار گفت و من دیدم کلمه واقعا درستیه، یعنی اینها درگذشته زندگی کردن و درگذشت، نه دیگه در حال، نه در آینده. دیدید دوستت میاد میگه حالت چطوره؟ حالت همین الان، این حاله. آمریکایی‌ها میگن پرزنت. پرزنت مثل هدیه هم میشه، مثل کادو هم میشه، میگن این استفاده کن. استاد همه اینها به سادگی خیام گفته از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد نکن. نامده آینده است، فرداست،
گذشتم که دیروز میگه بر اینا هم بنیاد نکن. یکیش میاد میگه من بچه کوروشم، یکیش میاد میگه من بچه حافظم، یکیش میاد میگه من بچه سعدی هستم. بهش بگو دو تا داستان از سعدی بگو بلد نیست، بگو کوروش کی بود، چه تاریخ دنیا اومد، چند تا کوروش داریم، چند تا داریوش داریم، بلد نیست بگذارید. اینها بر نامده و گذشته بنیاد میکنن و حال از دست میدن. خب حالا بیاین با حال باشیم، توی حال باشیم، حال کنیم. خب آقای ابتهاج در کلن آلمان بیمار بود و درگذشت. شنیدم یا خوندم نوشته بود که رئیسی گفته ابتهاج رو با خرج خودمون میاریم و به اصطلاح اینجا برای خاکش میکنیم و اینها. ابتهاج گویا رفت آمدی هم به ایران داشته و به همین خاطر کجدار و مریض راه میرفته. این کجدار و مریض یک کم نگاه کنید ببینید چرا میگن کجدار و مریض. اصلا هیچ رابطه به مریضی و بیماری نداره. راه رفتن و مثل چای دستت مریض نریض با این رابطه داره. بمانه این ماجرا این بوده. آقای رضا انصاری لاین تایم نو سی، حالا که میبینی کاری بکن آقا، تا این مجریا زنده هستن کمک کنی، وقتی مردن هی یکی پس از دیگری نیان بگین وضعش هم بد بود، خیلی هم بیچاره بود. آقای ستار دلدار، این دوست گرامی ما که سابقه طولانی داره در کار رسانه و ژورنالیستی و اینها و برنامه‌ای هم داره در تلویزیون پارس، من دیدم که این چنین نوشته، براتون بخونیم که ثبت با سند برابر باشه. آقای ستار دلدار قبلا تلویزیون آپادانا رو داشت، بعد دیگه دید آقا نمیتونه از عهده مخارج و زحماتش یک تنه بر بیاد، رفت تو تلویزیون پارس و هفتهی برنامه داره. خیلی هم کار عاقلانه‌ایه، ای کاش دیگران هم همین کارو بکنن. و آقای شجره هم ثابت کرده که با همه میتونه کار کنه دیگه، وقتی با بیبهانی کار کنه آقای معتاد چهار مواد دیگه با همه میتونه کار کنه. هر کسی بره اونجا برنامهشو بذاره، پولی هم که میخواد خرج کنه، خانم زینا تهرانی نمیدونم سوربی این اون برن حرفشونو بزنن برن، اونجا هم سانسور را نندازن. بماند آقای ستار دلداد نوشته که ممنون که مرا جسور کردید. به کی دارن میگن نمیدونم، به دوستانشون رو فیسبوک. امشب که از عصبانیت بیش از حد تجلیل از مسعود اسداللهی به جوش آمده بودم، تصمیم گرفتم که از ملت ایران انتقاد کنم. پیش خودم گفتم بیکاری میخواهی برای خودت دشمن بتراشی؟ این همونه که آقای دلدار من به شما گفتم، اونایی هم که از شما انتقاد نمی کنن همینو میگن بیکاری میخوای حالا آقای ستار دلارم باها دشمن بشه، احتمالاً بلاکت کنه، بیرونت بندازه. اینه، ما اول سانسور از خودمون شروع میشه، خود سانسوری شروع میکنیم. بماند بیکاری میخوای برای خود دشمن بتراشی. ولی بدون توجه به این اخطار نوشتم که ما مردمانی مرد پرست هستیم، کاملا درسته، که قدر بزرگان در زمان حیاتشان را نمیدانیم و وقتی رفتن شروع به مرسی سرایی میکنیم و همین را نوشتم. خوشبختانه به یک آمار عالی رسیدم. در این لحظه 100 نفر اظهار نظر کردند که فقط یک نفر، منم شدیم 2 نفر، فقط یک نفر در مخالفت نوشته و 99 نفر موافق من بودن، 98 نفر. حالا سپاسگزارم از شما. باز می نویسم که مملکت ما فرهنگ دارد، اما ما با کمال احترام آدمهای بی فرهنگ و بزدلی هستیم. مگه میشه یک کشور مملکت داشته باشه ولی فرهنگ داشته باشه ولی مردمانش بی فرهنگ باشن؟ شما داری تعارف میکنی، شما هم داری خودتو سانسور میکنی. شما به روزی نرسیدی هنوز که بگی آقا مملکت ما فرهنگ نداره. یعنی چی؟ مگه میشه مردم بی فرهنگ باشن ولی اون مملکت با فرهنگ باشه؟ این اشکاله، این تناقضه. حالا امیدوارم یه فرصتی پیش بیاد با آقای ستار دلدار. یادم نیست من تو تلویزیون پادانا هم چند هفته برنامه داشتم، ولی به خاطر اختلاف ساعت، زحمت برای اونها و اینها، من گفتم نمیتونم اینجوری کار کنم. من یه آدم خیلی عصبانی نه، متوجه شدید دوستان ها؟ اونایی که حقیقت میگن، اونایی که مرتب هستن آدم های عصبانی هستن.
من خودم به شما بگم، من یه عمه‌ای داشتم خدا رحمتش کنه، اسمش شرافت بود، پیرترین عمه ما بود، از بابام و عموم و اینا، از اون دوتا عمه و اینا پیرتر بود. ما همیشه فکر میکردیم این آدم عصبانیه، آدم بد اخلاقیه. نه، این بیچاره از همه اونها بیشتر مرتب بود، حواسش به فامیل بود، بچه این نیاد اونو بزنه، بچه دیگران تو خیابون تو همسایگی نمیدونم سر همدیگر رو نشکنه، و ما میگفتیم این همش غر میزنه، نق میزنه. بماند برگردیم به این ماجرا که من در تلویزیون آپدانام چند هفته برنامه داشتم، تشکر میکنم از خانم ستار دلدار که اون به اصطلاح برنامه ارتباط و اینها رو انجام میداد، و امیدوارم یادم نیست که با آقای دلدار، با آقای مهدی ذوالفقاری اینا مصاحبه داشتم، ولی با آقای دلدار مصاحبه نداشتم. ایشون رو دو بار دیدم، یه بار در همون سان فرانسیسکو توی کالیفرنیا، یه بارم در نیویورک، و میگم باز امیدوارم که فرصتی بشه با هم صحبتی کنیم، چون ما باید این چی میگفتن، چون پرده بیفتد نه تو مانی یا نه من، خیلی بدم نیست، یعنی دیگه من و تو خیلی برای هم دیگه پوز نمیدیم، پشت پرده قایم نمیشیم، هرچه هستیم همون هستیم. اشکال ما پوز دادن آقای دلدار، اشکال ما پوز دادن آقای مسعود اسداللهی بود که در 70 و چند سالگی هنوز مثل جیمز دین پیرنشو اینجوری بزنه بالا و بیاد و چنان رفتار کنه که طرف مخاطب که در منزل نشسته بگه به این آقای مسعود اسداللهی چه زندگی شاهانه‌ای داره در آمریکا. کدام یک از شما کجا شنیدید که آقای اسداللهی بیاد در تلویزیون ایران فردا و نمیدونم تلویزیون‌های دیگه‌ای که کار کرد بگه آقایون خانم‌ها، خود آقای دلدار نوشته ایشون اشتباهات زیادی در زندگی کرد. خب آخه قربونت برم آقای دلدار، اگه ایشون اشتباه کرده دیگران مسئولن اشتباهات ایشون رو جبران کنن. آقا من رفتم یه خونه بزرگتر از بودجم خریدم، ضرر کردم، خونه رو دولت گرفته برده، حالا من مجبورم مثلا توی یه اتاق زندگی کنم تو منزل برادرم. من که نمیتونم بیام به مردم بگم من رفتم سنگ بزرگتر از زورم برداشتم و افتاد روی پام، حالا شما پاتو قطع کن بده به من، من دو تا پا داشته باشم، این یه پای من فلج شد. نیومدن بگن، پوز دادن ما چنینیم ما چنانیم. آقا شما میای تو تلویزیون چرا مشکل خودتو نمیگی؟ چرا مثل سوربی نمیگی آقا شما کمک نمیکنید منم میبندم میرم کار میکنم؟ چرا هی میان میشینین مشکلات جهان رو میخواین حل کنید، مشکلات ایران رو میخواین حل کنید؟ کارهای اقتصادی استادید، کارهای سیاسی استادید، زلزله شناس هستید، سیل شناس هستید، اون وقت خودتون اینجوری یکی یکی میمیرید، اون یکی میاد میگه آقا در وضع بدی بود. آقای مانوک خدابخشیان که همیشه از آینده میگفت اینجوری خواهد شد اونجوری خواهد شد در کتاب فلان خوندم، این آقا هم وضع درست حسابی نداشت، تا آخر عمرش هم اینجوری آمد جلو تلویزیون. آقا خانم من اگه یه وقت اینجوری بشم دیگه جلو تلویزیون نمیام، آخرین عکسی رو که دارم میذارم، یا اصلا چه احتیاجی عکس منو ببینید، دیگه منو 23 سال میشناسید، عکس گل و گیاه و اینها رو میذارم. ولی اینا آمدن گفتن، ولی هیچ وقت نیومد به مردم بگی من وضعم بده، که اونایی که مینوشتن عمو نمیدونم مانوک اینجور و اونجور، عمو بودنش رو نشون بدن، $100 $5 $1 براش بفرستن، نفرستادن. من میگم آقا 23 سال اینجاست، من از سال 2006 آمدم گفتم دیگه اون سیستم تلویزیونی که من بیام مجانی کار کنم اون آقای ایکس و ایگرگ به من مجانی بدن گذشت، تموم شد رفت. الان روزیه که شما، همین آقای پیرامونم صحبت میکنه میگه این پول پول نفت همش دنبال پول نفتی، این پول برق و اینترنت و کامپیوتر و تلویزیون و نمیدونم این وسایل و این نور، من الان یه چراغ 300 واتی اونجا روشن کردم، خب اگه این برنامه نباشه 300 وات کمتر مصرف میکنم، حالا $1 $2 آخر ما کمتر میدم، پس خرج و مخارج داره. دوستان زیادی رو میشناسم سالهاست برنامه های منو میبینن، خیلی به من اظهار ارادت و دوستی میکنن، ولی دریغ از این که $1 یه جایی کمک کرده باشن. آقا برو تو پیپال بزن، برو تو بابنمو، برو با نمیدونم هزار رقم شما میتونی پول بفرستی کمک کنی، ولی نمیکنن و همم انتظار دارن آقا بیا درباره این صحبت کن. چرا خودت صحبت نمی کنی؟
چون میترسی از فوش مردم، چون میترسی از تهمتایی که بهت میزنن، ولی اونی که میاد صحبت میکنه حمایتش نمیکنی. باز برگردیم سراغ آقای مسعود اسداللهی. جالبتر این بود که آقای لیمونادی هم نوشته بود در سفر بودم با ایشون تماس گرفتم، گفت حالم اینجوری ولی وضعش بد بود. منم نوشت، حالا بخونیم نامه آقای نوشته آقای من نوشت، گفتم دل نوشته. بعد میگن که 99 نفر موافق بودن، سپاسگزارم از شما. باز می نویسم که نمی که مملکت ما فرهنگ دارد، اما ما با کمال احترام آدم های بی فرهنگ و بزدلی هستیم. در ببینید طرف فوشمون میده ولی میگه با کمال احترام. مگه میشه آقای دلدار من توی جمعی به شما بگم دلدار بزدل، بعد بگم آقا خیلی احترام؟ آخه ببین عزیز من نمیشه، ما هممون درو و درنگیم. درو و درنگ چیه؟ صدرنگی. خب و بزدلی هستیم. در غیر این صورت نمیگذاشتیم که یک آدم علیل و مفلوک برای همه چیز ما تصمیم بگیرد و ما مثل آدمهای گیج گوش به فرمان باشیم. اول خاک بر سر من و بعد خاک بر سرشم. ببخشید شما به من این شهامت و جسارت را دادید، چون من یکی نمیخواهم شرمنده تاریخ شوم. بقیه را خود دانید. خب حالا ما اومدیم زیرش چی نوشتیم برای ایشون؟ نوشتیم که بله ایشون جواب به من داده که آها من اینجا اینو نوشتم دوستان، شما میتونید برید تو صفحه آقای دلدار بخونید زیر اون نوشته ایشون. نوشتم دل نوشته من برای دل نوشته آقای ستار دلدار. آقای دلدار سلام، شما حق دارید که مردم ایران را مرد پرست خطاب کنید، مخصوصا در این ماه 1400 سال پیش یه عربی که همش به دروغ برای زنبازی رفته، وسط آب بوده، وسط بین النهرین بوده، دو تا رودخونه این ور دو تا رودخونه این ور، حالا ما میام هم میگیم مرده، کشته شده، شهید شده، شهید شده باشه، کشته شده باشه، کجا رفته به قول شما؟ رفته بهشت؟ خب رفته یه جای خوب. شما اگه پدر و مادرتون میرن یه جای خوب زندگی کنن، هر روز گل میمالید به خودتون. و چه افتضاحی در ایران به راه انداختن، این حوضای گل که درست میکنن میرن توش خودشونو میمالن. شما فکر کن فقط اینا بعدش چقدر باید آب بریزن خودشونو تمیز کنن، و این آب و گلها چگونه دوباره میره توی سیستم شهر، توی چاهای فاضلاب و فلان اینا، و رسوبات و خرابی به باد میاره. ببینید اینه که آقا ملت نادان و بی فرهنگ میشه ایران بی فرهنگ. بعد حالا این که دستش چلاقه و فلان اینا، مگه من و شما انتخابش کردیم؟ به انتخاب من و شما نیست که. مگه همون آقای پادشاهی که از اینجا تا اینجا زنگوله و منگوله میبست من و شما انتخاب کرده بودیم؟ پس مردم رو سرزنش نکنیم. چه کار کنن؟ شما تو کدوم برنامه اومدید گفتید دوشنبه بیاین بیرون بشینید دیگه نرید خونه؟ که ببینید چند نفر به شما گوش میدن و چند نفر گوش به فرمان شما هستن. ولی اینها وقتی میگن بیاین نماز جمعه، حالا با ساندیس میان، با ماشین میان، ببینید چقدر میان. پول دست اونه، اسلحه دست اونه. چه باید کرد؟ نمیدانم. بریم بخونیم. دلنوشته من برای دلنوشته آقای ستار دلدار. آقای دلدار سلام، شما حق دارید که مردم ایران را مرد پرست خطاب کنید، اما در مورد آقای اسداللهی که یادش گرامی و نامش ماندنی خواهد بود با شما کاملا مخالفم. من باور دارم دوستان دیگری هم مانند من مخالف نوشته شما هستند، ولی به خود اجازه نوشتن نمی دهند چون نمی خواهند شما دلخور شوید. اگر دوست داشتید می توانیم در یک برنامه در تلویزیون مردم یا درباره شما در این باره صحبت کنیم. وقتی که ایشان در تلویزیون برنامه داشت، گویا آخرین بار در ایران فردا با اون آقای نوریزاده، درست میگم، علیرضا نوریزاده و پولای عربستان سعودی و پولای یه جای دیگه، همین بیا آقا مسعود اسداللهی تو برنامه بگو من دارم اینجا کار میکنم ولی نمیدونم پولش از کجا میاد. آقا بنده تلویزیون رنگارنگ کار میکردم، میدیدم پولش از قالی فروش ها میمد. با همه اینها آخرش گفتن پولش جمهوری اسلامی میداده. همین آقای کامران عطابکی، احوال کامران از من پرسیدید، من باش تماس گرفتم، گفت هنوز در دوره نقاهت هستم.
گفتم مگه چی بوده که دوره نقاهت دیگه جواب نداد؟ همین آقای کامران عطابکی گفت سروش تو که میدیدی احمد علی مسعود انصاری با کیف سامسونت پول. گفتم والله من ندیدم، ولی شما که دیدی چرا به مردم نگفتی؟ شما که دیدی چرا اومدی نشستی اونجا از داور و سیستم تلویزیونش و اینا تعریف کردی و چیزی نگفتی؟ بنده این چند سالی که در تلویزیون 2001 تا 2003 در تلویزیون رنگارنگ بودم، نه یک قرون از آقای داور یا تلویزیون رنگارنگ حقوق دریافت کردم و نه یک قرون پرداخت کردم بابت برنامه. حالا شما برید این خانم زینا تهرانی، سیمین تهرانی، این که همون اوائل شریک سال 2006 شریک مسعود، میخواستم بگم اسداللهی، مسعود امینی معتاد بود و به من زنگ زد گفت آقای سربی این منو بیچاره کرده. گفتم من اصلا من چه کار اصلا چیه؟ گفت بگید تو برنامه بگیم چی بشه، برید مو ویدیوشو پیدا کنید، اگه کسی ویدیوشو داره بذاره، ویدیویی که این نشسته با مسعود امینی. مسعود امینی هم نشه میگه خواهر من که با داداش دوست بودم، این میگه آقا گور پدر داداش من، تو زندگی من داغون کردی. این خانم آرایشگر گویا، من نمیدونم، بنده خدا حقیقی بزنه آرایش کنه سشوار کنه، پولشو داده به این. بعضی وقتا یه برنامه پیش میاد تو آمریکا، یه تصادف میکنی، یه دفعه یه وکیل خوب گیرت میاد، $100,000 گیرت میاد، میشی مثل خانم همدیار، درست میگم، بدری همدیار، یا آقای هم مثل شهرام همایون میاد دوربرت به خاطر پول و زنت میگیره و فلانه بیمانه. اینجوری هست دیگه. همین آقا خانم زینا تهرانی تصادف کرده توی هایوی داشته میرفته، یکی از پشت اومده زده بهش، میگه من بیهوش شدم، بعد میگه میخواستن منو ترور کنن. آقای ناصر انقطاع رفته بود توی محله بدی، گرفته بودن پولاش، گرفته بودن، میگه جمهوری اسلامی میخواسته منو بکشه. آقا از اینکه جمهوری اسلامی آدم کشه حرفی نیست، ولی تو آمریکایی که برای $3 خانم ایرانی رو کشتن، تو آمریکایی که همین دیشب نشون میداد خانمه با شوهرش توی رستوران کار میکنن، $130-140 توی کیفشون بوده، ساعت 1 شب سوار اتوبوس شدن، چون اتوبوس ها $1 میگیرن شما رو میبرن، نداره ماشین، پول اوبر نداره، اگه $10 $15 میداد $20 میداد سالم میرسید خونش. زدنش کیفشم بردن، که من همین دیشب گفتم که من بتونم این پیدا کنم خانمه رو، من $130 من بشویم، برای من مشکله. من بعض وقتا کار که میکنم ساعت $15 میسازم، بعض وقتا ساعت $130 میسازم، بستگی داره چه کاری باشه کجا باشه و اینا. ولی اگه یه کسی میگه این $130 رو من گذاشته بودم که برای بچه‌م که میخواد بره مدرسه چی بخرم، الان فصل بچه‌ها از اون ور گرون شده، از اونم یه معتاد تنلش اومده تو مد. خب اینا رو خانم زینا تهرانی نکن این کارو، چون شما وقتی میگی اومدن شما رو ترور کردن، قدرت آخوندها رو زیاد میکنی. آخوندها که قربونش برم، خانم مسیح علی نژاد هر هفته میگه اومدن دم خونمون ترور کردن. اومد برید فیلم رو نگاه کنید، اون پسر احمق با دوربینش میاد دم خونه و اینا. بعد برید یه فیلم دیگه نگاه کنید، آقای فرزاد نیساری همشهری خوب ما گذاشته، همین خانمی که میگه منو ترور میکنن توی خیابون مست کرده، نشه کرده، داره میرقصه، سیاها میان باهاش میرقصن. خب آخه چجوری شما اینقدر نگران جونت هستی؟ و آخونده هم فکر کنم آگهی استخدام که میزنن، میگن به چند نفر تروریست احمق و نادان احتیاج داریم و برای 3 ماه به شما حقوق خوبی میدیم، چون پس از 3 ماه یا اروپا یا آمریکا رو شما رو دستگیر میکنه و شما دیگه در زندانهای آمریکا شبان روزی خرجتون میدن. آخه مگه میشه یه جوون کاراتوباز 24 ساله رو استخدام کنن؟ این مردک برای خانم مسیح علی نژاد، مسیح علی نژاد تفنگ 22 هم که بزنی نصف بدنش از بین میره، تو ورداری کلاشینکوف ورداری بیای با 60 تا تیر بشینی اونجا، FBI هم بیاد شما رو بگیره، نه ببینه، تحت کنترل قرار ده، بعد به مسیح علی نژاد بگه همین الان که شما رو زوم برنامه داری یکی نشسته بیرون میخواد ترورت کنه، خب من باشم میرم این FBI رو سو میکنم، میگم آقا تو اول باید بری اونو بگیری بعدن به من بگی این میخواست حمله کنه، نه که به من زنگ بزنی بگی این نشسته بیرون میخواد بکشتت. و دیدید حتما خیلی از اینایی که ترور میکنن FBI میاد میگه ما اینو زیر ذره‌بین داشتیم. هلو، خب زیر ذره‌بین داشتید چی شد؟ نور ذره‌بین افتاد تو چشتون کور شدید تا این اومد 20 نفر کش، 13 نفر کش، 9 نفر کش. این یک. همین دیروز دوباره اعلام کرد یه آقایی که خودشون هم میگن تهرانه،
اومده میخواسته جان بولتون رو بکشه. آخه من نمیفهمم واقعا. یعنی شما میگید آخونده اینقدر احمقن، ما قبول داریم. اگه اینا اینقدر احمقن، من و شما چقدر احمقیم که نمیتونیم از پس اینا بر بیایم؟ واقعا چقدر احمقیم که نمیتونیم از پس اینا بر بیایم؟ آقای مسعود اسداللهی، اگه خدایی هست شما رو رحمت کنه و بیامرزد، اگه نیست یادت گرامی. ولی شما تو این چند سالی که آمریکا بودی اینقدر از خوبی آمریکا گفتید، از زندگی و خدمات اجتماعی اینجا گفتید. ایشون 13 سال از من بزرگتر بوده، من 66 سالمه، ایشون میشه 72 سال، میشه 78 سالش. خب شما حقوق بازنشستگی داشتی، بیمه خدمات درمانی داشتی، چرا نباید بتونی از عهده مخارج خودت بر بیای؟ تو تلویزیون ایران فردا، ایران آزاد، نمیدونم چی هم برنامه داشتی، دست به قلم هم داری، اینور اونور مقاله نوشتی یا می نویسی. خب بیا اینو برای مردم توضیح بده، بگو من تو آمریکا سرشناس هستم، هنرپیشه هستم، مجری تلویزیون هستم، حقوق دولت آمریکا رو میگیرم. اگه کار کرده باشه دوستان، تو آمریکا یه حقوق دیگه هم میگیره به غیر از حقوق حقوق بازنشستگی عمومی، و هنوز 8 گرو 12 که به آقای لیمونادی میگم وضعم خوب نیست. آقای لیمونادی هم وایستاده، حالا که من مردم میاد میگه که وضع خوبی نداشت. خب آقای لیمونادی چی کار کردی؟ با چند تا از دوستان در خانه هنرمندان، این خانه هنرمندان برید ویدیوشو ببینید، ببینید چه افتضاحیه. داریوش و اینو اون به هم میپرن، صحبت میکنن، هیچ وقت شکل نگرفته تا اونجایی که من میدونم. ولی چجوریه جهان خواننده وقتی فوت میشه با اون به اصطلاح مراسم خوب، برای که فرش فروشی باز کرده بود کار میکرد، چجوری فردین تو ایران میگن بنگاه معاملاتی و نمیدونم ماشین و اینا داشته، اینجوری بوده. حالا بعد همه نوشتن ناصر ملک متعی این، ناصر ملک متعی اون، مگه چه کار کرده بودن؟ آقا اینا فیلمای قبل از انقلابشون رو نگاه کنید ببینید چه کار کردن. اینا یکی از مسببین انقلاب ایران بودن. این هنرمندان که برای پول در هر فیلمی شرکت کردن و ایران رو به ابتذالی کشوندن که آخوندها تونستن از اون ابتذال استفاده کنن، بگن ببینید اینا کجا شما رو دارن میبرن، ما میخوایم شما رو از این سرازیری ببریم به عرش. و چگونه بردن به عرش؟ از اون بالا ولت کردن پایین، الان رفتی زیر فرش. بله من نوشته رو بخونم، قول میدم دیگه چیز نکنم. بذارید من اینو استاپ کنم اینجا 10 ثانیه، این شماره و اینا میچرخه، اینجا برای شما بنویسم سکرین کپچر، اینجا هم بنویسم سلکت ایریا، و بیام اینجا وقتی که آقای ستار دلدار نوشته بوده که چشم بله نوشتم اونو پرین از شاشم نوشته، ایشون رو میتونید تو صفحهش بخونید، من اینو بزرگتر کنم که شما بیشتر ببینید. سوربی دوستان، من 2 صفحه دارم، یکیش پروفایل منه، یکیش پروفایل یعنی صفحه شخصی من، یکیش پیج منه، صفحه مردم تیویه، و آدرس ها رو شما میبینید، مینیسه facebook.com خط ممیز میگفتیم نه، یا خط اعشاری اینجا میگن forward slash، و میری مردم تیوی، یکی دیگه هم پارسا سوربی. من سعی کردم همه چیزها آسون باشه. شما آدرس ایمیل ما رو نگاه کن، info@mardomtv.com، شماره تلفن و واتساپ و اینا رو نگاه کن، 201-202-695-2573. رو همه ویدیو هم هست. من 3 روز این برنامه گشتم تا دیروز تونستم با آقای پیرامون تماس بگیرم، چون یه جا شماره شونی که نوشته بود شماره تلفن دانمارک یادم، ایشون هم قبلا بوده. خب اینم از آقای انصاری. و یه دوست دیروز برای من نوشته بود که آقای سوربی ویدیوهای شما با آقای انصاری خیلی آگاهی نشون میدن، ما رو بیچاره کردن. گفتیم خب آقا ما 4 دلار بده به یوتیوب دیگه آگاهی نبی، به ما که پول ندادی، اقلا به اونا پول بده. این ببو دوست ما میگه برای انتخاب آقای روحانی به ایران رفت و کمپین تبلیغاتی برای روحانی راه انداخت. سلام سلام، به عرض ارادت اردشیر دوست خوبمون،
سلام آقای سوری، خسته نباشید. آقای مصطفی محمدی که نمیدونم چرا ما تا امروز با آقای مصطفی محمدی نتونستیم یک مصاحبه داشته باشیم. برید زندگی این مرد، زندگی این همسرش، زندگی دختراش رو ببینید و کارهایی که این انجام داده. مصطفی محمدی، ممنونم آقای محمدی. من به نوبه خودم در از شما تشکر میکنم در شناسوندن سازمان مجاهدین به افرادی مثل من که از دور فکر میکردیم این آواز دهل رو از دور شنیده بودیم، ولی شما دهل رو آوردی نزدیک ما، بغل گوشمون زدی، گفتیم آقا چه صدای بدی داره، خفش کن، نخواستیم. مرسی مرسی مرسی. میگه آقای صوبی، اسداللهی هیچگاه اعلام نکرده بود که نیاز مانی دارد و در این زمینه از کسی درخواستی نکرده بود. آقا برو از قول من روبرو آینه خودتو یه ماچ بکن، بعدم جای لبت میمونه اونجا تمیزش کن که خانمت که میاد بهت قور نزنه. قول میدم این نوشته رو از اول تا آخرش رو بدون چیز بخونه. دلنوشته من برای دلنوشته آقای ستار دلله. آقای دلدار سلام، شما حق دارید که مردم ایران را مرد پرست خطاب کنید، اما در مورد آقای اسداللهی که یادش گرامی و نامش ماندنی و پایا یا پویا خواهد بود با شما کاملا مخالفم. من باور دارم دوستان دیگری هم مانند من مخالف نوشته شما هستند، ولی به خود اجازه نوشتن نمیدهند چون نمیخواهند شما دلخور شوید. اگر دوست داشته باشید میتوانیم در یک برنامه در تلویزیون مردم یا در برنامه خود شما در این باره صحبت کنیم. وقتی که ایشان در تلویزیون برنامه داشت، آیا هرگز به بینندگان گفت که کار کردن در تلویزیون در تلویزیون‌های ایرانیان درآمد کافی ندارد؟ مگر ایشان در آمریکا از حقوق بازنشستگی و پنشن، چون دو تا داریم، سوشال سکیوریتی و پنشن و بیمه خدمات درمانی مدیکر و مدیکید و مدیکل استفاده نمی‌کرد؟ آیا یک مرتبه درباره حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی اینجا انتقاد کرد؟ در همین آمریکا ورزشکاران و هنرپیشه‌هایی بودند و هستند که در تنهایی و فقر از دنیا رفتند. آقای لیمونادی هم نوشته مسعود زندگی خوبی نداشت. خب ایشان و شما، آقای لیمونادی و شما، چرا از مردم نخواستید به ایشان کمک کنند؟ روم نشد بگم چرا خودتان به ایشان کمک نکردید. شاید هم کمک خواستید و من خبر ندارم. اگر خواستید و مردم کمک نکردن، پس دیگر امیدی نیست و نباید سنگ فرهنگ 7000 ساله و 10000 ساله و 2500 ساله ایران را به سینه زد. ارادتمند پارسا سوربی. خانمی به نام شهین ایرانی نوشته آقای ستار درست می نویسد و ادامه دهید که ما را از خواب وحشتناک که بی تفاوتی نجات دهید. من برای ایشون نوشتم امیدوارم بیداری شما آغاز کمک به دیگران باشد. باور کنید اگر شما در یک مهمانی به دوستان بگویید که من به فلان هنرپیشه یا مجری تلویزیون کمک می کنم، دوستان فکر می کنن شما چند نقطه. منتظر بودم ایشون با خنده بنویسه بله دوستان فکر می کنن من دیوانه هستم، من عاشق این هنرپیشه هستم، من خول مشنگ دیوانه هستم که کمک میکنم. بعد ایشون برای من این نوشته: برای من اهمیت ندارد دیگران چی فکر میکنن. منم نوشتم پس لطف کنید با آقای محمد تقی مصلحی، گوینده قدیمی صدای آمریکا، تماس بگیرید و به ایشان کمک کنید. سالهاست که ایشان بی خانمان است و در خیابان زندگی میکند. اگر پس از کمک به ایشان و دیگران باز هم پولی در حسابتان ماند و در ته جیبتان، به این سربی بیچاره کمک کنید تا بتواند به سلامتی شما آبجو بیشتری بنوشد. آقای دلدار باز جواب من رو داده. سربی جان، مسئله من مسعود نیست که ده ها اشتباه در زندگی خصوصی خودش داشت. خب قربونت شما، من برنامه تو میبینم اون جلو با افتخار آگهی شرکت، با آگهی به اصطلاح دفتر حقوقی دخترتو میذاری. حالا اگه پولی ازش میگیری به جای خود، اگرم نمیگیری همین افتخار برای شما کافی. اینا فامیل نداشتن؟ آقای اسداللهی فامیل نداشته یا داشته اون زمانی که در اوج قدرت بوده؟
همه فامیل رو از دست خودش عصبانی کرده، به همه فخر فروخته. بله نوشته، اجازه بده، اجازه بده. بله صبح جان، مسئله من مسعود نیست که ده ها اشتباه در زندگی خصوصی خودش داشت که نه به من و نه به شما مربوط است، اتفاقا به ما مربوط میشه. کارهای هنرمندان، سیاستمداران، افراد شناخت شده به من و شما مربوط میشه. خب بذارید ببینم، read the book. اوکی، به این بگم من I am live, come to Facebook. دوستان من یه خواهشی امروز از شما میخوام بکنم، همین الان این برنامه من رو چه از طریق مردم تیوی، چه از طریق فیسبوک صفحه پارسا سوربی به دوستان خودتون شیر کنید. خب فردا اگه من مردم میتونم بگم من گفتم آقای موثقی این کارو نکرد، آقای اردشیر این کارو نکرد، آقای اکبری این کارو نکرد، بابو این کارو نکرد. ولی اگه نگفتم طرف میگه آقا گفتی که کسی انجام نداد. خب بله، نه من و نه به شما مربوط است. موضوع این مرسی خانی هموطنان است و تجلیل از مرده هاست. قول میدهم وقتی خدای نکرده شما به سرای باقی به شتافتید، اولا چرا میگن به سرای باقی شتافت؟ من کسی هم برای مردن عجله داره بمانه. مردم چنان از شما می نویسن که من پیش خودم می گویم این سوربی به این بزرگی بود که من او را نشناختم، یا برعکس اگر من خدای نکرده زبانم لال تلف شوم چقدر از مردن می ترسه. خدای نکرده زبانم لال، یه دندونم بگی دستتو. شما هم از این همه تعریف مردم خودت رو سرزنش می کنی که چرا من این مرد بزرگ و نامداری چون ستار دلدار را نشناختم. من برای ایشون نوشتم ستار گرامی، به همین خاطر من نوشتم از این که ما مرده پرست هستیم شکی نیست، ولی پرسش اینجاست که هنرمندان گرامی که همیشه به ما پوز دادن و زندگی خوبی پوز دادن که زندگی خوبی دارن، چرا در پایان همه پنچر میشوند؟ چرا حقیقت را به مردم نگفتند و نمیگویند؟ و اما درباره من اصلا جای نگرانی نیست، پس از مرگ من فکر نمی کنم کسی از من خوبی بگه، چون در 20 سال گذشته همیشه حقیقت را گفتم و باز هم خواهم گفت. وقتی که شما حقیقت را بگی حتی دوستان و فامیل از رفتن شما خوشحال میشن. ممنونم که فوری جواب مرا نوشتی. من فکر کردم چون من در واشنگتن هستم و شما در کالیفرنیا، شما در خواب ناز هستی و من با این نوشته میتوانم زیر آبی بروم. شما هم سحرخیز هستی، امیدوارم کامروا هم باشی. یک خانم یا آقای آر یو های نوشته، دقیقاً حالا آر یو های اسم جالبیه، آر یو هر یعنی نشه هستی، این اسم خودشو گذاشته هستی. بله شهرام لطفی هم نوشته به امیدی که، البته من نمیدونم اینا در پاسخ به منن، چون دوستان هنوز بعضیاشون بلد نیستن وقتی میخوان به یک کسی جواب بدن روی اسم اون کلیک کنن، ریپلای کنن. مثل اینجا میبینید که آقای دلدار من بهش جواب دادم، میبینید اسم منو مینویسه، اسم ایشون هم میبینه مینویسه، این بالا میبینید آقای دلدار به من جواب داده، اسم ایشون رو مینویسه، اسم منم مینویسه. یه چیزایی رو یاد بگیریم. من اینجا به این خانم شهین پاسخ دادم، اسم ایشون رو مینویسه، اسم منم مینویسه، همینجوری تا آخر. ولی دوستان همینجوری مینویسن به صورت عمومی و معلوم نیست کی به کیه، کجا به کجاست. من برگردم به تلویزیون جهانی مردم و این برنامه‌هایی که شما سالهاست می‌بینید و حمایت نکردید. اگه حمایت نکردید امروز موقعی هست که حمایت کنید تا من بتونم از کار کردن بیرون. شما باورتون نمیشه، من روز دوشنبه یعنی یک شنبه داشتم از یه شهری میمدم، عصر به من زنگ زدن گفتن فردا میری تنسی، گفتن میری تنسی، گفتم کی؟ گفت الان. گفتم نه بابا من الان دارم از مسافرت میام و نمیتونم، فردا میرم. از اینجا تا تنسی یه جایش، تنسی نشویل همون شهر موزیکای کانتری میوزیک و اینها، یه جایش 300 مایله، یه جایش 500-600 مایله، بستگی داره از ویرجینیا که شما میری کجاش باشه، به طرف وست هم میری. اونجایی که من رفتم 350 مایل بود. دوستان 350 مایل شما میتونید، حالا هرچی هم بگی من 80 مایل میرم 70 مایل میرم، ولی میشه 50 مایل در ساعت، آخرش میشه 7 ساعت رانندگی دائم.
پیر مرد باشی مثل من دو ساعتی یه بار بخوای وایسی نوشیدنی بخوری، نوشیدنی که خوردی نیم ساعت بعدش جیشت میگیره و اینا، این 7 ساعت میشه 10 ساعت. خب 10 ساعت رانندگی کردم رفتم، 10 ساعت رانندگی کردم برگشتم، اگر من ببینم 10 نفر از این دوستان 10 تا 50 دلار میدن، خب یکی از این جابا رو کمتر میکنم. ولی نشد. آقا دروغم نمیگم، طرف یه دفعه 500 دلار برای من فرستاد، ما هم خوشحال گفتیم حالا دیگه از این ماه به بعد باید دیگه نفرستم. در صورتی که اگه ما 20 نفر رو بدونیم که 20 تا 10 دلار، 20 تا 15 دلار، 20 تا 20 دلار خودشون رو متعهد میکنن، به من که تعهد نمیدی، من که اینجا امضا ازت نمیگیرم، خودتو متعهد کن که ماهیانه، نه فقط به تلویزیون مردم، به تلویزیون اسداللهی بیچاره که فوت شد، ولی مردم میگن خب مگه اسداللهی احتیاج داشت؟ این که داشت برای تلویزیون ایران فردا کار میکرد. کارا خرابه، درست شدنی نیست، و این مجموعه کارهای خراب مملکتی رو میسازه که فرهنگش خرابه. اصلا آقای دلدار شما بیا برای من تعریف کن فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یک کشور مجموعه عادتها و کارهای زشت و زیبایی هست که اینها انجام میدن، این میشه فرهنگ اون کشور. شما نمیتونی بگی این مردم همش کار زشت میکنن ولی فرهنگ زیبایی دارن، داری به خودت دروغ میگی. آقای دلار امیدوارم که از من دلخور نشده باشی، و ای کاش بنویسی برای دوستان، دوستانی که با من مخالفید درباره مسعود اسداللهی، نوشتتون رو با شهامت، با شجاعت، با احترام بنویسید. حالا منم به شما میگم، دوستانی که با من موافقی، دیدم آقای شاهین قرآن‌رضایی از آلمان برداشته نوشته آقا دمت گرم، اون یکی نوشته درست میگی فلان، بابا برید زیر نوشته های آقای ستار دلدار بنویسید که اون 99-1 حالا شده 99-2 بشه 99-130. اونم ما بلد نیستیم. شاهین گفته که کارش کم شده، یک حقیقتی هم گفته، گفته یه جایی کار میکردم برای ایرانیا، نه حقوق به موقع میدادن، کار زیاد ازم میکشیدن، حالا برای آلمانیا کار میکنم حقوق به موقع، وقت برای فامیل و اینها زیاد دارم. من نصیحتت میکنم شما همین وقت تو بذار با فامیل و بچه و اینها و کمتر بیا سراغ تلویزیون، ولی اگر عشقت هست، پشنت هست، باشه من حاضرم با شما برنامه داشته باشم، شما مجری باشی من مهمان بشم. نمیشه که ما همیشه به اصطلاح صاحب خونه باشیم، یه بارم ما مهمون اینمون بشیم. من امروز لباس مشکی پوشیدم به خاطر احترام به این دوستان، ولی همیشه گفتم من مردم هیچ کس حق نداره لباس مشکی بپوشه. این لباس مشکی یعنی چی؟ این چه افتضاحی بود که سر ما در آوردن مشکی بپوشید؟ مشکی کلاس داره، مشکی اینه، مشکی اونه، بگذاریم. بله خب، حالا امیدواریم این خانم شاهین ایرانی هم به اصطلاح کمک کنه و ما به سلامتی ایشون آقای محمدی نشته ممنون آقای صلبی، شما محبت و بزرگی کردید فرقه تروریستی رجوی با برنامه‌هاتون شناسوندید و فرقه رجوی را نابود. آقا شر به پا نکن، ما به اندازه کافی مکافات داریم. من کاری نکردم، من آینه بودم، آینه چون نقش تو بنمود راست. آقای رجوی مرحوم، خانم رجوی بی شوهر یا صد شوهر، خودتو درست کن. آینه شکستن خطاست، طرف زنگ بزنه فوش بده عکس آلت تناسلی، الحمدلله خودشون که دیگه ندارن، همه از کار افتاده، تناسلی دیگران رو بفرسته، این که کار نشد، این که سازمان نشد، این که ارتش آزادی خواه نشد، نمیدونم چه گواران برای این اون عکس آلت تناسلی دیگران رو میفرستاد. فیدل کاسترو هم برای این اون این کارو میکرد، خمینی هم برای شماها این کارو کرد، نشست برنامه گذاشت با شبنامه با این با اون، پدر مردم رو داره بود. خب ممنون و متشکرم از شما دوستان. حالا ببینیم این دوستانی که اینجا هستن، همین 4-5 نفر، ببینیم چند نفر شیر کردن. نوشته 2 نفر شیر کردن. این 2 نفر اگه گفتید کیه، من یکیشو میشناسم، یکیش خود منم که از اینجا شیر کردم به تلویزیون مردم. نیستیم آقا، نمیخوایم، حوصله دردسر نداریم، راحت طلبیم، نمیخوایم برای باورمون قد علم کنیم.
ببینم کیا هستن. می میسه اینجا دیدید همه چی شده نمبر و شماره و اینا، نوشته دو نفر شعر ولی نمی نویسه کیه. 7 نفر ریاکشن نشون دادن، 9 نفر تماشا میکنن، ممنونم. خب خوب شد ما اون دوستمون سعید سالها پیش بهمون یاد داده بود که مثل لری کینگ بگو من 7 تا بیننده دارم. آقا این تلویزیونای آمریکایی میاد میگه که این کراوات من میفروشم. خب این کراوات ممکنه همه جا شما خریده باشید، 2 دلار، 5 دلار، 10 دلار، 100 دلار، کادو برات آورده باشن، قیمتش ندونی. ولی وقتی طرف میگه من میفروشم، یه نفر زنگ میزنه میگه من اینو 1000 دلار میخرم، یه جا مینویسم که این کراوات سوربیه، کراوات لری کینگ من خریدم. نیست، اینا رو یاد مردم ندادن. کدوم مرتبه آقای اسدالله آمد گفت من این بلوز رو که از سال 1979 تو فیلم همسفر و تو فیلم طلاق و فلان پوشیدم میخوام بفروشم. ولی پوز میدیم. یادمه یه روزی من رفتم در خونه یکی دیگه از دوستان مجری یا برنامه گذار تلویزیون که بریم یه جشنی مال ایرانی ها بود، دعوت میشدیم اینا. وقتی اومد دیدم چقدر شیک کرده، حالا اسمش نمیگم، بهش گفتم آقا چقدر شیک کردی، چه کت مرتب و قشنگی اینجوری چیزشو باز کرد، یقه نست چی میگم، گفت که ببین چی نوشته. منم مسخرش کردم، نوشته، گفتم نوشته ارمنی، مگه شما ارمنی شدی؟ گفت نه آقا این آرمانیه. گفتم میدونم، ولی چون به تو نمیاد پول آرمانی داده، آرمانی هم گرون نبود اون وقتا، نه حالا نمیدونم. گفت که اتفاقا درست میگی. رفتم دوستان نگاه کنید، این هنرپیشه‌ای که شما میبینید هر روز میاد با یک کت رنگی، خیلی از اینا میرن از اینجا بهش میگن سالویشن آرمی، که اون احمق فردوسی کانادایی میمد میگه سالواسیون آرمی، میخوام درست کنم برم آخونده رو از بین ببرم. میرن سالویشن آرمی، میرن گودویل. گودویل یه جایی وقتی مثلا پدر من مرد، ما مادرمون رو راضی کردیم، بابا این چیزا که اینجاست شما هر وقت میبینی یادت میفته، گریه میکنی، بده اینا رو ببریم بدیم به یک کسی اونجا بپوشه، دعاش میکنن. اینجوری به مادرمون مثلا میگه. وقتی یکی میمیره ارث و میراثش رو بچه‌ها برمی‌دارن میبرن تا اونجایش که بتونن میفروشن، وقتی نمیتونن زنگ میزنن به گودویل سالویشن آرمی تریفتی فلان میاد و هم در میبره. اونجا هم که شما میری یه دم این یه کت یه جلیقه گذاشته 1 دلار، یه پوتین 200 دلاری نمیدونم وینگ فلان گذاشته 5 دلار، یه اینجوریه. ولی میخرن میان پوز میدن، بعد شما میبینی هر روز این با یه کت عجیب غریب میاد. همون دوستمون گفت آقا من این کت آرمانی رو خریدم 7 دلار. گفت تازه به خانمه گفتم میشه 5 دلار؟ گفته آقا ما 5 دلار دادیم 5 دلار نه، اون موقع 2 دلار 3 دلار بود. گفتیم پول دادیم شستنش. میدونی که اینجا وقتی شما میخوای چی تحویل بدی باید شسته باشیش. وقتی اونا میبینن این طرف نشسته برای که مسئولیت نداشته باشه، اونا میدن خوشرویی میشورن. حالا خوشرویی اگه به اونام ارزون داده باشه، کت و شلوار یه جایی 1.99 هم بود، الان 4-5 دلاره. من الان مدت هاست همه کتام اینجا ردیفه، کاش بتونم یه روز دوربینو بچرخونم اینا نشون بدم. دیگه کت نمیپوشم. تو دوره کووید جایی نرفتیم، جایی نیومدیم، دیگه کت شلواری هم نخریدیم. ناگفته نماند یکی از دوستان خوب من یه کت شلوار ستیکه از کالیفرنیا با به اصطلاح کمربند و پیرن و کراوات و اینها برای من آورد که من روم نشد و الان می‌خواستم بگم اگه کفششم میدادید خیلی بهتر میشد. خب آقای اسداللهی، بازم گفتم اگه به خدا باور داشت خدا رحمتش کن، خدا بیامرزش، اگر نداشته یادش گرامی باد. اینم که میگن روحش شاد، طرف میگه آقا وقتی کسی میمیره دیگه حالا روحی نیست، روحش کجاست که روحش شاد اینا. اینم ماجرایی، شما میدونید تعداد اونایی که مردن از اینایی که الان موجود زنده هستن بیشتره. اگر جهنم و بهشتی باشه، اگه حتی قرار باشه نصفشون تو جهنم باشن نصفشون تو بهشت، الان ما 3 تا جمعیت داریم، یه جمعیت رو کره زمین، یه جمعیت تو بهشت، یه جمعیت تو جهنم. حالا شما ببین، خدا به غیر از این که باید مواظب من و شما باشه، با مواظب اونام باشه. ببین این که بهشت آوردتش، حالا دیگه نگه من که تو بهشتم هر غلط دلم خواست میکنم، اگه چیز که گوشت بگیره بنداز جهنم، این که تو جهنمه
نگه من آقا اشتباه کردم حالا آدم خوبی شدم خدا به آقا این مزخرفات چگونه امکان داره یه کسی یه چیزی یه جایی نشسته باشه از همه این اوضاع و احوال خبر داشته باشه. من یه دوستی دارم الان زوده برای کانادا، 3 سال از ما جوانترن اونها، من مثلا نمیگم 3 سال عقبترین، به اونا میگم 3 سال از ما جوانترین، ولی اونایی که 3 سال از ما جلوترن بهشون میگم شما 3 سال از ما جلوترین، 8 سال تو ایران از ما جلوترین. این کلمه رو دارم سعی میکنم کلمات بهتری بگم، اما ماجرای بشین و بفرما و بتمرگ میگن هر سش یه معنی داره، سعی کنیم اگر نمیخوایم بگم بفرمایید اقلا از بشین استفاده کنیم، بتمرگ رو خیلی استفاده نکنیم. آقای ستارالدین این فیلمو لینکشو برات میفرستم، وقتی تماشا کردی دوست دارم نظرتو بگی، اگرم خواستی میتونی با شماره تلفن 202-695 بز نشون بده. اومده رو صحنه الان، نه میاد این پایینه، ببخش. بله 202-695-2573 تماس بگیری، 3 دقیقه پیام بذاری، در برنامه آینده پیام شما رو من پخش میکنم. این خدا قوتم کی نوشته؟ آقای محمدی نوشته توی شیراز اون آرد نخودچی با شکر قاطی میکردن بهش میگفتن قوتک. بعد من یادمه وقتی اینا بسته‌بندی شد و تو پلاستیک رفت روش نوشته بود قویت قوتی، من که اصلا مثل قویید اصلا نمیدونستم چی بخونیم. و بعضی وقتا دوستان اگه کسی اونو نگفته باشه شما اشتباه بخونید، خب تقصیر شما نیست. من بهتون گفتم اولین باری که من تمبر پستی رو خوندم تمبر پستی. خیلی ها خب چون همیشه میگن تمبر پستی، بعد دیدم نوشته تمبر، گفتم راه ما شیرازی ها میگیم تمبر، باید بخونیم تمبر. بعد یکی گفت آقای سربی فهمیدی بی سوادی؟ گفتم خب این که من میدونستم، حالا شما از کجا فهمیدی؟ شما به تمبر پستی گفتی تمبر، گفتم نشونه سوادشو همین شد. حالا من الان دیگه میدونم از هفته دیگه با سوادم. حالا این خانم کی بود؟ شوهرش دکتر بود، به این خانم میگفتن خانم دکتر. یه جوک بد براتون بگم، شب جمعه است، شب خیرات است، سالها پیش توی مهمونی بودیم، همه کله ها گرم، یه نفر به یکی گفت که خیلی جالبه سرهنگا اینا میرفتن معمولا از تو همون محل خودشون دهی که اومده بودن اینها زن میگرفتن، چون پدر مادرشون میگفتن زنهای شهر سربراه نیستن. حالا بعضی هاشون هم اگه اومده بودن زن گرفت بودن نه بماند، حالا کاری به سرهنگا نداری کلا. بعد به اینها میگفتن خانم سرهنگ. طرف یه روزم پوتین پاش نبود، یه روزم رژه نرفته بود، شده بود خانم سرهنگ. دکترام همینجوری میرم یه زنی میگرفت عروسی میکرد، بعد این میشد این که آقای دکتر بود، اونم میشد خانم دکتر. یکی از این دوستان ما به شوخی، خب بعضی از این خانم ها هم میخوان از آقایون عقب نباشن، میان تو جمعی که آقایون دارن شوخی میکنن، میگن چرا ما بریم بشینیم اونجا، ما هم اینجا وای میسیم جوک میگیم شوخی میکنیم. و ای وای از موقعی که این خانم ها شوخی میکنن و جوک میگن، یک چیزایی میگن که من و شما از گوشمون بخار میاد بیرون. گفت که سر دکتر شدن و نشدن اینها بود، اون آقای دکتر گفت من بیچاره اینقدر رفتم تو سرما و گرما فلان خودم رو پاره کردم تا دکتر شدم، خانمم گفت خب منم اومدم پاره کردم تا دکتر شدم، تا خانم دکتر شدم. اینه جامعه ما، اینه که نباید به این و اون بگیم آقای دکتر، نباید به این و اون بگیم جناب سرهنگ، آقای فلانی. هر وقت تو لباسش بود شما هم سروان بودی، به او احترام بذار بگو سرهنگ، هر وقت رفتی مطب اون به او بگو آقای دکتر. آقای ستار دلدار، فرهنگ از اینجا ساخته میشه. شما تو آمریکا چند تا دوست میشناسی که بهشون میگی مستر دکتر؟ آقای دکتر میشه مستر دکتر. تازه وقتی میخوان خیلی به یکی احترام بذارن بهش میگن دک، D-O-C داک. خیلی خودمونی میشن بهش میگن داک. همه اینا هم که جیمز هستن و اسمیت هستن و لری هستن و هری هستن و نمیدونم تدی هستن و اینها، خیلی معمولی صدای هم دیگه میزنن.
اینه بدبختی که اون وقت طرف میره میگرده که یه جوری حتما دکتر بشه، دکتر میشه در رشته ای که مملکتش احتیاج نداره و بلند میشه میاد آمریکا ظرفشویی میکنه، بعد به دیگران هی پوز میده، اون بدبختار هم میکشه میارن اینجا. بعد میبینید یکی یکی وقتی میمیرن، آقای مهری، کسی از سهراب اخوان خبر داشت که وضعش خوب بود یا نه؟ سهراب اخوان رو من دو بار دیدم، از این آدم پرمدعاتر من تو زندگیم ندیدم که آقا کتاب شازده خانم رو نمیدونم فلان کرده. اولا وقتی میمد فکر میکرد خوش هیکلترین، هندسامترین، زیباترین سخنور. آقا ولمون کن، شما هر کدومتون تو دوره شاه به یکی آویزون بودید رفتید تو رادیو تلویزیون، حالا بعدم اومدید دیگه ولکن نیستید. مثل ما نبودید که اینجا توی مهمونی یه شعری بخونیم، اونی که تو رادیو بوده اومدی گفت آقا چه صدایی داری بیا تو کاش نرفته بودیم ما، اشتباه کردیم. آقا بارها گفتم بازم میگم، شما خبر رو از مردم ریپورت داد نت میبینید، صاحبش کیه؟ پشت این صفحه‌ای که هر روز دو سه بار میریم آی پیمونو میذاریم کی نشسته؟ ویدیوهای کوچه رو میبینید، این خانمه اسمش کیه؟ چرا اینا اسم و فامیلشون نمیگن؟ چرا عکسشون، چرا ویدیوشون شما نمیبینید؟ شاید باید بگیم اونا عاقل‌تر از ما هستن، ما نادانی کردیم، ما سهل‌انگاری نه ساده لوحی کردیم، اومدیم خیلی خودمونی توی برنامه نشستیم. اولین برنامه من تو لوکال اینجا بود، فیرفکس کانتی پابلیک اکسس، اصلا هیچ که این تلویزیون رو پول نمیده، پولش رو من و شمایی که کیبل داشتیم روی چیزا نگاه کنید مینوس پابلیک اکسس یه دلار و نیم میدادیم، این جمع میشه یه میلیون نفر اینجا هستن، ماهی یه میلیون و نیم اون پول میگیره، یه استودیویی بود و شما میرید مجانی وقت میگیرید. من اونجا شروع کردم، بعد مهران صدی اومد گفت آقا عجب صدایی داری، عجب فلانی داری، نفهمیدم اینا همشون دروغ میگفتن. دیدید اون کلاغه به خروس گفت چه دومی داری، چه نمیدونم چه، اینجوری بود دیگه نه، چه قشنگی فلان، دنت واز کن که چیه رو بدوزم برم، اینا هم اینجوری بود. حالا دیگه سرنوشت اگه ما رو به اینجا رسید یا خودمونم دخالتی داشتیم بماند. امروز اومدیم اینجا نشستیم، دیروز با آقای رضا پیرامون میگه مردم ریپورت مال شما بود، درسته؟ میگم بله، مردمریپورت.com مال من بود، الانم شما برید بزنید مردمریپورت.com صاحبش کیه، اسم و فامیل و زندگی من میاد جلو، ولی برو بزن مردمریپورت.net چرا نمیاد؟ چرا نمیاد؟ این آقای کاوه، این آقای کوین، این آقای کیوان که با من کار کرده، من اولین کسی بودم که همه زندگیمو دادم دستش، با شهرام همایون کار کرده، با پرویز کاردان کار کرد، با بهبهانی کار کرده، ازشون سوال کن شما یه بار با این تلفنی صحبت کردید؟ نه. یه بار دیدیدش؟ نه. اسم و فامیل و کاملش رو میدونید؟ نه. چرا؟ وقت اینا کسایی هن که هر سال میره ایرانش رو میاد، بعد برای شما اینجا یه جایی رو درست کرده، خبرهای دیگران رو میاره اونجا میذاره، ولی من و شمایی که تنبلیم نمیخوایم بی بی سی رو ببینیم، بریم چک کنیم مشتبه واحدی رو این و اون و اون و اونجا، میریم اونجا پشنگ از صبح تا از آی پی هامون و مشخصات اون نوشته میشه، اینا رو نشون میدن، بابتش پول میگیرن. دیروز دوست خوب من نوشته بود که آی سوربی یوتیوب اینجوری از من هی تبلیغ نشون میده و فلان و اینها و حتما به شما پول خوبی میدن. نگاه کنید دوستان، اون چیزی رو که برای ایشون فرستادم اگه بتونم برای شما هم اینجا نشون میدم، یوتیوب مانی، نگاه کنید دوستان. همین دیروز تا این دوستمون گفت، من سکرین کپچر، خب این رفت تو خواب، حالا کپچر سلکت ایریا، خوبیش به یه همش تاریخ داره، این مال اون صفحه‌ای که این دوستمون نگاه کرده، مردم تیوی، چون ما باز از سر نادانی چندین صفحه مختلف داشتیم، کامرای دو نگاه کنید، سوفار زیرو، دیروز زیرو، هفت روز گذشته زیرو، این ماه زیرو، 28 روز گذشته زیرو. خب حقوق ما چند برابر بشه راضی میشیم؟
100 ضربه در زیرو باشن بازم میشه زیرو. اینه. بعد میگه آقا مجتبی واحدی دیگه اصلا کار نمیکنه، از یوتیوب درآمد داره. میگم آقا مجتبی واحدی مغازه یو پی اسش، آقای واحدی یه تبلیغ مجانی، یو پی اسش همینجا دو تا خیابون پایینتر توی 123 توی وینا هست. تلویزیون رنگارنگ اونجا بود، این اینجاست. عطابکی همین دور و بر است. از صبح تا شب خودش و خانمش و دخترش و سگش توی این فروشگاه کار میکنه. مغازه‌ش هم خیلی نامرتب و کثیفه. خب اگه از یوتیوب پول میساخت، مرض داره بیاد صبح تا عصر وایس تو یو پی اس. یو پی اس شما هر چی در میاری میدی اجاره اون ساختمون، یو پی اس استور، هر چی در میاری میدی حق اشتراک خود اون یو پی اس که فرانچایزت کرده. آقا اگر یه جایی یه حرفی شنیدید، اینو برید تحقیق کنید ببینید چند هزار نفر باید. یه دوستی گفت شما برنامه ما رو بذار خیلی موفق میشه، به 100,000 که برسی یوتیوب شروع میکنه به شما پول میده. گفتم نه آقا، یوتیوب به 1,000 که برسی شروع میکنه به شما پول میده، به شرطی که این دوستان ما آگهی رو اسکیپ نکنن، تا آخرش نگاه کنن. آقای هست به نام علی بندری، خیلی برنامه های خوبی میسازه. آقای بندری دست درد نکنه و اصلاً هم نظر سیاسی نداره. یکی شاید تو ایرانه، نمیخواد خودشو درگیر کنه. دوم اینکه برنامه‌هاش برنامه‌های تحقیقی و ادویکیشناله. برید اون ببینید چه توضیح میده درباره اعداد و ارقام در یوتیوب که چگونه کار میکنه. حالا که اسم یوتیوب اومد، شما این برنامه رو از یوتیوب اگه میبینید، دوستان لطف کنید هم الان سابسکرایب کنید، زنگوله بغل رو بزنید، لایک رو بزنید. بعد این میگه یه بارم کافی نیست، به صرف این که شما سابسکرایب میشید و زنگوله رو میزنید، بله یوتیوب برای شما ویدیوهای جدید من میفرسه، ولی میگه هر بار که ویدیوی از من نگاه میکنید اون لایک رو بزنید. لایک رو که میزنید این یه پله میبرد بالاتر، یه پله میبرد نزدیکتر به ایرانیا و الی آخر. یک سیستمی درست کردن اینجا دوست عزیز، یه دلاری زیر پای فیله. شما باید پای فیل رو برداری، یه دلاری رو بکشی بیرون. یه دلاری از درخت و 100 دلاری از درخت نیست که اگه بگی حالا نرفتم هم خودش خوش میشه میفته ورش میدارم، یا وقتی رسید میفته ورش میدارم. اینایی که برای شما پوز میدن، بهتون گفتم من رفتم آلمان که بودم، یه دوستی داشتیم میگفت نمایشگاه ماشینه، میای بریم اونجا؟ گفتم ما کارمون تو فرودگاه و هتل ها هست، بریم اونجا چیکار؟ میگو من میخوام دل فامیلای زنمو بسوزونم. میگفتم چجوری؟ اون موقع یک دوربینایی بود، مثل یه دوربینای عکاسی بود، 110 بهش میگفتن، اینجوری چک چک میکشیدی فیلم رد میکرد. واقعا چه سیستمی بود برای اون موقع. این دوربینو میداد به من، تکیه میداد به کاپوت ماشین که فوری هم یکی میمد میگفت بیت سروک بلایبن، یعنی عقب وایسین، شما قرار نیست به ماشینا دست بزنی. اینا عکس میگرفت میفرستاد برای این و اون. فکر میکنید چه کسی بدبخت این ماجرا شد؟ داداشش از ایران که اومد، این یک کیسه پلاستیک بهش داد، گفت خاویار این مسافرا رو ازشون بخر. گفت خاویار برای چی بخرم؟ گفت فکر کردی اومدی آلمان که چیکار کنی؟ گفت تو عکس بنز جدید نمیدونم فلان میفرستادی، بنز 1000 مثلا اون موقع، بنز نمیدونم ام جی فلان، بنز میباخ میدونید 450,000 دلاره رئیس بنده داره میرونه، ولی 700 دلار پول مار خورده. بله آقای سوری، وقتی از کنش های اجتماعی صحبت میکنید، یاد گرفتن جمله معروفتون یاد گفتن جمله معروفتون میفتم. وضعمون خیلی خرابه، کارمون خیلی خرابه. وضعمون حاصل کارمونه، ولی کارمون خیلی خرابه. کارهایی که ما میکنیم خرابه، وضعمون خرابه. ولی اون جمله‌ای که من تو 3 کلمه گفتم و یادش بخیر، اگرم فوت شده یادش گرامی، ایرجی که خلبان بود اینجا و خیلی آدم با دانشی بود، این به من گفت سوربی این جمله کوتاه تو رو که هم فعل داره هم فاعل داره هم مفعول داره باید با طلا نوشت و برای هر ایرانی بگم آقا کارمون خیلی خرابه. ممنونم از آقای اردشیر
جان ارچی شیخی، آقای مهندس. آقای صبحی شما چطور نمیبینید چه کسانی برنامه را به اشتراک گذاشتن؟ من هم به اشتراک گذاشتم، ممنونم ازت. من واسه 10 نفر تو مسنجر فرستادم. آقای اکبری کاکوی گلم ممنون، متشکرم، مرسی. و اینجا الان شده بذار من که شما دوستان یکیتون اینجا برای همه بنویسید دروغی که از صبحی شنیدید توی این 23 سال گذشته، از 24 سال وای 1998 تا 22 24 سال. حالا یه عدتون منو نمیشناختید، لوکال بودم، تلویزیونای اون موقع محلی بوده فلان اینا. واقعا بنویسید این صبحی اینجا اینو دروغ گفت. من که دروغ نمیگم. بیان الان نگاه کن، اینجا میام روی تلویزیون کپچر سلکت ایریا، ببینید این صفحه‌ای که من از اینجا دارم آپریت میکنم. دیدید اینا هم میگن اتاق فرمان. آقا اتاق فرمان چیه؟ کنترل روم. اونا اونجا دارن کنترل میکنن، فرمان به کسی نمیدن که. البته میدن دیگه تو تلویزیونای ایرانی. دیدید الان برید ماجرای خانم زینا تهرانی رو بشنوید از زبان خودش. سلام، دارم تمرین میکنم، همه چی یادم رفته، فقط بلدم دوربین رو روشن کنم. بله خب این نوشته رو شما نگاه کنید آقای انصاری گل. ببینید من اینجا میبینم نوشته 10 نفر دارن تماشا میکنن، 10 نفر ریاکشن نشون دادن، 12 تا کامنت نوشتن، 3 نفر شیر کردن. من فکر میکردم اونجا اگه این 3 نفر شیر رو روش کلیک کنم مینویسه چه کسایی شیر کردن. حالا بذار یه صفحه دیگه باز کنم، صفحه فیسبوک. شاید تو این یکی، چون من از صفحه صبحی پخش میکنم. بله اینم خانم شهره عاصمی، واقعا حیف، مرگ بعضی ها را آدم باور نمی کنه. اینم یه چیز عجیبی شده، طرف بعد مثلا 100 سال مادرش میمیره میگه چه زود رفتی، جوان مرگ شدی، فلان شدی، یا مرگ اینا رو باور نمی کنم. من نمیدونم، یعنی شما فکر میکنید هممون باید مثل نوح زندگی کنی؟ خب آقای شاهین غلامرضایی، اگه این برنامه رو بعدن میبینی، من یه لینکی روی یوتیوب گذاشتم برای که اونایی که میخوان تلویزیون و فلان، و تو که استاد این کارا هستی، اگر اونا راه نیفتاد با 2 تا برنامه، یکی با فیسبوک و OBS، یکی با یوتیوب و OBS، تو 3 دقیقه من حاضرم از اینجا برنامه رو راه بندازم، شما شروع کنید. خب دوستان اینو دیدیم، حالا اومدیم اینجا ببینید تو صفحه خودمون چه خبره. و اینجا تنها راه پیش بینی آینده ساختن آن است. نگاه کنید اینجا دوستان، دروغ صبحی یک بار گفت مجتبی طلاییان آدم خوبیه. آقای طلاییان، من می‌خواستم بگم مجتبی طلاییان کیه. خب اینم از این، مرسی مرسی دوستان، ممنونم. ببینید حالا دیگه اینجا نگاه کن دوستان، اینجا من اصلا دیگه نمی‌بینم با کی کجا چی نوشته. بذارید ببینم، نه منتظر یکی هستم که از مریلند بیاد. این ماشین سفید بود ولی هر گردی گردو نیست، هر گردی هلو نیست. بله بله، اصلا اینجا نمی‌نویسه. دوست عزیز نازنین من، اگه شما راه دیگه بلدی من بگو. حالا اینجا مثلا من ببین میام شیر میکنم، میزنم مثلا توی گروپ. این گروپ ها هم قربونش برم، از آخوندا بدتر، از ساواک بدتر. میزنی مثلا میگه ایرانیان میهن پرست، میگه حالا ما باید نگاه کنیم بعدن تصمیم بگیریم که ویدیو تو بذاریم یا نذاریم. تا اون موقعی که اینا تصمیم بگیرن و این کارا رو انجام بدن، اصلا ویدیوی شما قدیمی شده. دوباره میزنی اینا رو چرا چیز نمیکنه، علم و دانش و فلسفه و فلان، چرا فیسبوک نمیذاره؟ شما هم این کارو میتونید بکنید. میبینید زیر برنامه که شما میبینید شیر، مشترک شدن، در میان گذاشتن رو میبینید. اگه صفحه داشته باشید اینجا شیر ناو پابلیک با خودتون، و یه چیزی دیگه هم داره شیر تو فید. حالا من این فیدم نفهمیدم، این آخرش استوری هست. من واقعا موندم تو کار این فیسبوک و اینها که اینها آخرش به کجا میخوان برن و ما رو چجوری دارن میبرن. بذار ببینم، میگم برنامه را میبینی؟ این حتما سر کاره الان توی آلمان. بله
اگه نمیبینی من بعدم برات درستش میکنم. دوستان عزیز، شاهین غلامرضایی رو من صفحش نشون میدم، ویدیوهای جالبی درست میکرد. به نظر من یه چند تا اشکال بود، من بهش گفتم، دیدم که با گوش شنوا به اصطلاح اون اشکالا رو برطرف کرده. حالا منتظریم بیاد برنامه‌های زنده بذاره ببینیم. بله، اینجا نوشته که آقای دلدار مردم را کوچک نکنید. این رو میمنت رستگار نوشته. دو هفته قبل در تلویزیون پارس با آقای میبودی خوش صحبت میکردید. در آمریکا هیچ کس شک نمیشه، ما همه گرگ با در آمریکا هیچ کس شک نمیشه ما همه گرگ بارندینه هستیم. آقای اسداللهی مرد هنرمند متفکر بود، یادش گرامی، با افتخار زندگی کرد تا به جای ابدیش شتافت، جایش خالی. ستار دلدارم نوشته خانم عزیز، همه ایرانی‌ها وقتی از دنیا میروند در شهر آفت زده لس آنجلس همین داستان هست که طرف گشنه بود، کرایه خونه این خانم کتی نورشید، دوستان ایشونم ما قبلا چند تا برنامه رادیویی و تلویزیونی باشون داشتیم. بعد آقای کامران عطایی برای ایشون نشته ستار نازنین، مثل این که جوش آورده ای، این میمنت خانم به نظر میرسد زن خوبی باشد، اما مطلب تو را درست نخوان. باز ستار به ایشون جواب میده کامران جان عزیزم، توضیح کامل دادم. آخه کسی در آمریکا شوک نمیشود یعنی چی؟ ایشان از آموزگاران خوب منطقه هستند و همدیگر را خوب میشناسیم. یعنی چی دوستان؟ دو نفر مردن، یکی آقای ابتهاج که آقای دلدار گفت بعداً در برنامه صحبت میکنم چون انقدر میخوام از این بگم که توی نوشته نمیگنجه، یکی هم آقای اسداللهی. حاصلش چی شد؟ حاصلش اختلاف بیشتر بین ما. یعنی خدای نکرده ممکن از فردا آقای دلدار دیگه به منم زنگ نزنه. اتفاقا همین دیشب تلفنی صحبت کردیم سر یه برنامه‌ای که امیدوارم اون به اصطلاح برنامه را بیفته، ردیف بشه. و دوستان انتقاد پذیر باشیم. آقا سوربی میاد میگه که اینجا بنویسید من چه دروغی گفتم تو این 24 سال گذشته، و فقط یکی آقای طلاییان به شوخی می‌نویسه دروغ سوربی، این که یه بار گفت مجتبی طلاییان آدم خوبیه. حالا من صحیحش میکنم، آدم بدیه. چی بگم دیگه؟ ممنونم دوستان که با ما هستید و برنامه را بله اینم برای این. خب بیایم یه سری بزنیم به خبرهای ایران. اون شعره بود میگفت چه خبر از ایران، فکر کنم جهانم خوند، خیلی جهان قشنگ میخوند واقعا، صداش خوب بود و اینها. یه کاری که انجام داد، بعضیا ایراد گرفتن بعضیا پسندیدن، بازخوانی آهنگای دیگران بود از مرضیه گرفته و اینها، و خیلی ها میگفتن که این کار نباید انجام بشه. این کار برای کسی که دیگه جا افتاده، خواننده‌ای که میدونید که همیرا تقریبا معلم جهان بود، یادش داد چجوری بخونه و اینها، و بعدم همسر دومش که خود جهان به من میگفت که این خانم خیلی مهربانه، اونم مثل ابی که این همسر جدیدش و پسرش کمک میکنن، جهانم به من گفت که این همسر جدیدش و پسرش خیلی کمک میکنن. و بدبختی رو ببین، به قول دوستان شوربختی، این که با همین پسر ناپسریش کمک میکردن که یک آهنگی بسازن که همسر دوم رو سورپرایز کنن، مژده‌ای باشه که من I hate این سورپرایز، هر جوری انجام بدی یکی دلخور میشه. و چه فیلمایی هست رو یوتیوب، طرف در باز میکنه میخواد بپره رو فلانی، همه مهمونا وایسادن. خلاصه بنده خدا ببینید، چون جهان مجبور بوده دو تا کار انجام بده، حالا یک مغازه و فرش فروشی و هر کار دیگه، یک کار دیگه توی اون استدیو با اون استرس و اینها، وقت اینو از خانمش پنهان کنه. این پنهان کردن خیلی مشکله، و توی گرما و رفت آمد و اینا که حالا سکته میکنه یا هرچی. و متاسفانه ایرانی هم دیگه که حالا یه آبغند بهش بده، فشارش افتاده و اینها، گویا دیگه تا زنگ زدن و آمبولانس اومده چیز شده. حالا برگردیم سر ماجرایی چه خبر از ایران. اجازه بدید یه چیز دیگه براتون بگم، به سایت های مختلف مراجعه کنید، اونجایی که نوشتن درباره ما، about us، اوکی؟ درباره ما
دوستان یه میکروفون استریو میخوایم بخریم، کسی 40-50 دلار کمک کنه، خودمونم 40-50 دلار میذاریم روش، میریم یه میکروفون استریو میخریم. نمیدونم الان شما صدا رو میتونید بین بلندگوی چپ و راست تغییر بدید یا نه، یا این صدا رو با وجودی که این میکروفون مونو هست از یه کانال میگیره ولی اونجا که به یو اس بی وصل میشه به دو تا کانال میده، اینو نمیدونم. و اگر اون چیزای قدیمی بود شما با این 3.5 به اصطلاح اگه این چیزا بود، حالا بکشمش بیرون ماجرا اون قطع میشه دیگه، خودتون میدونید اون فیشایی که میزدن تو چیز، اونو میتونید شما مونو رو تبدیل به استریو کنید، 3.5 دلار یه چیزی میخرید، این مونوه ولی میکنش استریو، ولی استریو حقیقی نیست. استریو باید سمت راست معلوم باشه، سمت چپ معلوم باشه، بعد اونا فقط میشه دو بلنگو، اقلا یه نواخته. در صورت گفتیم حالا امروز که بعد از 2-3 هفته هی همه تون گفتید آقا کجا رفتی، ما اینجوری شدیم، اینجوری که پدرمون از دست دادیم فلان و اینها، همون پدرتونی که از دست دادین چند بار تالا رفتید سر قبرش، حالا ما اومدیم حمایت کنید ببینیم چی میشه. ببینیم بعد برنامه که رفتیم زیر این گرما میبینیم که مثلا 100 دلار 50 دلار 500 دلار 10 دلار 20 دلار 5 دلار حمایت شده، پر انرژی تر برگردیم، یا خیلی واضح بیایم تو تلویزیون نگاه کنیم بگیم برای خران چه کا، برای خرون چه کا برن چه زعفرون. آقا خیلی از این مجریات تلویزیون اینو میگن، همون جوری که توی دولت ها هم میگفتن این مردم ایران فلانن بیسارن، خیلی از این مجریات تلویزیون تو مهمونی ها که هستی آقا مردم که شعور ندارن نمیفهمن، میگم منظورتون امروزه؟ میگن نه آقا همون سال 1357 هم شعور نداشتن. میگم وایس 1357 یه راحتی داره برای که رضا شاه 1300 اومده و 57 سال 20 سال بعضی میگن 16 سال 20 سال خودش، 37 سال هم پسرش. حالا شما بگو خدمت کرده، حکومت کرده، سلطنت کرده، هر چی کرده کرده، حاصل این 57 سال یه مردمی شدن که شما میشینی تو مهمونی ها میگی مردم احمق بودن. ما قبول داریم، ما قبول داریم. حالا 44 سال آخوندا اومدن اون مردم احمق رو انقدر آگاه کردن که شما ازشون انتظار دارید آزادی خودشون، آزادی دیگران، حقوق بشر، همه اینا رو رعایت کنن. من دنبال یه دوست افغانی میگردم که بیاد در رابطه با مهاجرین افغانی در ایران صحبت کنه. به نظر شما دوستان افغانی ایران باید با شما چه کار کنه؟ من به عنوان یه مهاجر آمریکایی میگم همین جوری که آمریکا به مهاجرین با احترام و با قانون اقامت دائم میده، شهروندی میده، ازشون مالیات میگیره، چه آخوندا که حماقت کردن تو این 44 سال برای اینا پرونده درست نکردن، بچه هاشون از مدرسه رفتن بازداشتن و مزاحمت های ایجاد کردن که اونی هم که خلافکار نبود مجبور شد بره خلافکار، نه بذار درستش کنم، اونی که خلافکار نیست هیچ کس نمیتونه مجبورش کنه بره خلافکاری کنه. در هر صورت دوستان، شما ایرانی ها فکر میکنید حکومت ایران چه فعلی چه بعدی باید با این چند میلیون افغانی چگونه رفتار کنه؟ شما هم مثل ترامپ شارلاتان باور دارید که باید اینا رو مثل مکزیکیا کرد بیرون؟ اون وقت بچه ترامپ میاد چمنتونو میزنه، بچه ترامپ میاد رو کامیون کار میکنه، بچه ترامپ میاد وقتی دارن آسفالت میکنن تو خیابون داغ 800 درجه آسفالت میریزن اون پارو کنه، بچه هایی که اینجوری شارلاتان رو دزدن تو ناز و نعمت بزرگ شدن همشون یک از یک عقب افتاده؟ شما هم نگو افغانی ها رو باید بفرستن افغانستان، کارایی که افغانی میکنه سر کوره آجرپزی، کارایی که افغانی میکنه تو تمام فیلم های ایرانی که میبینید، هاوس مستر چی میگفتیم توی آلمان، اینا همه افغانی هستن. کارای دیگری که من و شما نمیدونیم، احتمالا اینا که میرن ریسایکل میکنن، بازیابی میکنن، اینا خیلی هاشون افغانی هستن، اینا رو کی انجام میده؟ فوری احساساتی نشید، با بندازش بیرون آقا، بچهش هم بهش شناسنامه نده، بچهش رو بهش شناسنامه ندی مدرسه نره، این فردا چی میشه؟
ولی اگه بچه‌شو به شناسنامه بدی مدرسه بره، اسرا بیاد بغل دست باباش کار کنه، بعد یکی پس از دیگری میشن عین این مهاجرایی که برای آمریکا کار میکنن. ما آمریکا رو بیشتر از آمریکایی‌ها دوست داریم. اولا آمریکایی وجود نداره به غیر از اون ایندیجنس یا نیتیو که بعضیا به اشتباهی بهشون میگن ایندیان. ما ایرانی ها یاد گرفته بودیم بهشون بگیم سرخپوست که اشتباه است. به غیر از اونا هیچ که آمریکایی نیست. هر کسی میبینی یکیش دو نسلش، یکیش سه نسلش، چند ساله اینا اومدن اینجا، 4-5 نسل که میری میبینی سر از یک کشور دیگه در آورده، ایرلند بوده، ایتالیا بوده، نمیدونم کشورهای دیگه بوده. پس ولی میبینی اونایی که اومدن مثل من اینجا زحمت کشیده، کار کرده، بچه هاشو فرستاده مدرسه، قانون آمریکا رو بهتر از آمریکایی میدونه، قانون اساسی همیشه تو کیفش اینجا تو من تو بغلم بود، تو کیف تو دو تا داشتم، یکی اینجا یکی تو جیب بغلیم بود. قانون اساسی آمریکا خیلی ساده است. ماها بهتر از اون احمق گردن سرخی که اینجا دنیا اومده فقط از ترامپ یاد گرفته خارجی ها باید برن بیرون، بعد ازش میپرسی خب کی کار میکنه، همین چمن وایت هاوس رو کی میزنه؟ برید نگاه کنید از که اینا تعطیل میشن از وایت هاوس، از کاخ سفید میان بیرون، ببینید چند تاش آمریکاییه، چند تاش اسپانیشه. اینا هستن که اونجا رو اینا میگن مانیکور، هم مثل مانیکور و پدیکور که میگیم ناخونا و اینا. اینا وقتی یه چیزی رو مرتب و قشنگ نگاه میدارن مانیکور، وقتی چمنت مرتب باشه، گلا مرکب باشه، اینا هست، اینا این کارو میکنن. تو گرما باور کنید من دلم میسوزه، دارن جاده میسازن همین پشت خونه ما، دارن پل میسازن. من هر وقت اینا منو نگه میدارن ازشون تشکر میکنم، هر وقتم میگن برو راه باز شد تشکر میکنم. در صورت که مردم وقتی اینا نگهشون میدارن بعضیا بوق میزنن، بعضیا عصبانی میشن. توی گرما کلا گذاشته سرش، لباس پوشیده، من حاضر نیستم یک کم شیشمو بکشم پایین که نکنه هوای خوب کولر ماشین با هوای بیرون. چند روز گذشته اینجا جهنم بود، 90 و چند درجه، میگفت 100 درجه، میدونید اینا میگن 96 درجه نشون میده ولی با در نظر گرفتن رطوبت و این و این میشه 100 و چند درجه. امروز و این دیروز و اینا یه دوتا بارون سیل چی اومد اینجا و هوا امروز یکم بهتر شده، ولی همین هوای بهتر من و شما نیم ساعت هم نمیتونیم کار کنیم. بارها شده بعضی از دوستان من میگن آقا دیدی فلانجا دارن کار میکنه، 8 نفر وایسادن یه نفرشون داره کار میکنه. میگم اولا این 8 نفر داشتن کار میکردن، اینجا رو آماده کردن که حالا اون یه نفره گل بریز روش، بعد نشستن استراحت میکنن، آب میخورن که دوباره کار کنن. شما یکیتون برید وایسید کار این که تموم شد ببینید چه اتفاقی میفته. بعدم چی کار میکنن؟ اون کارفرماه میاد این توالت های بهش میگن پورتابل، با چی بگیم به ایرانی، که از اینجا میبری این ور اون ور، پلاستیک بدی هست، اینو میبرن زیر آفتاب میذارن، زیر درخت نمیذارن که این بدبخت اگه میره اونجا 2 دقیقه بیشتر بشینه، میذارنش زیر آفتاب، این درم بسته، بوگند اونجا و اینها، این تا میره همون نصف جیشش هم نمیکنه میپره بیرون. اینا رو اینجا مطالعه کردن، حساب کردن. و تو فکر میکنی الکی میان 10 تا کارگر بیارن اینجا فقط یکیش کار کنه؟ نمیدونیم، خبر نداریم، قضاوت میکنیم. همین سیلی که اینجا اومده، خوشسالی که در آلمان هست، خوشسالی که تو فرانسه هست، هممون دیدید شدیم متخصص سیل تو شیراز و نیریز و نمیدونم اون رودخانه چیز که با شمال اشتباه میکنن بعضیا، رودبال، با رودبار معمولی اشتباه میکنن. اینا سیل که اومد همه شدیم متخصص، بعدم گفتیم آخوند باز کرده، نمیدونم زلزله رو آخوند ساخته. خب شما که انقدر متخصصی یه راهنمایی کن به فرانسه، یه راهنما فرانسه الان دارن با تانکر، آقای دادرس بیا یه برنامه بذار راجع به خوشسالی فرانسه صحبت کن، که احتمالاً چون شما شراب میخوری و دوست داری رو شراب آینده هم اثر میذاره. با تانکر دارن آب میبرن. شما میدونید من تو ایران کی با تانکر آب بردم؟ زمانی که جنگ شد، خوزستانیا اونایشون که در رفتن در رفتن، اونایی که موندن اونجا جهاد سازندگی شیراز
برای هنرستان ها و اینا نامه نوشت که ما احتیاج داریم چند نفر کار برق و اینا بلدن بیان این آبادان و خسروآباد و اینها، که ما آقای استقامت آقای عالمچهر رفتیم اون کارخونه یخ خسروآباد درست کردیم و من گفتم من رانندگی کامیونم بلدم، ماشین شهرداری آبادان رو نمیدونم کجا بود، ایستگاه هفت بود، جمشید آباد، یادم رفته دیگه الان، میرفتیم وای میسادیم آب میکردیم میبردیم میدادیم به مردم. اون موقع تو ایران با تانکر آب میبردیم به خاطر جنگ، البته قبلش هم دهات ایران همون مثلا ایزه و اون یکی دیگه کجان که خیلی آقاجانی نه یکی دیگه که نفت از اونجا به اصطلاح پیدا شده، فکر کنم این خانم اختر قاسمی هم بچه اونجا باشه. خلاصه اینا وضع درستی نداشتن، طرف میگه آخوندا، میگه آقا گور پدر آخوندا، ولی آخونده شما من نشون بده یه مدرسه سه طبقه زمان شاه رو اینا خراب کرده باشن. زمان شاه یادتون باشه 2500 مدرسه میگه ما میخوام بسازیم، گل هدفش این بود 2500 تا مدرسه بسازه. خب مرد نادان، این پول جشن هنر رو، جشن هنری که سالها زنت مشغولت کرده بود گذاشته بود سرکار، و این جشن 2500 رو بده اونجا، نه که یه مش آدم سیری رو بیار توی ظرف طلا خوراک بده، توی توالت طلا برن ان بکنن به قبر پدر مادرشون. بعدم 2500 مدرسه ساخته شد، لیست شما به من بده. اینه که سوربی میگه کارمون خیلی خرابه. آقای دلدار نازنین، اینه که فرهنگ ما خراب بوده، خرابتر شده. مگه میشه یک شبه شما این روزا کلید برق رو که میزنی یه دفعه چراغ روشن نمیشه، با وایسی این LED یا فلان یکم گرم بشه تا روشن بشه؟ مگه کلید برقه که بزنیم یه شبه، شب 21 بهمن تمام، صبح 22 بهمن که مردم بیدار شدن، شدن بی فرهنگ، شدن خونریز، شدن قاتل، شدن حق همدیگر بخور؟ نه عزیز من، اینا یک جریانی بوده که رسید به اونجا و چنین شد. دوستان عزیز بستونه، یا بازم بگم کارمون خیلی خرابه. میخواستم براتون اخبار بخونم، صفحات اخبار. مثلا من خبرنامه گویا رو نگاه میکنم الان به شما هم نشون میدم، ببینیم مثلا خبرنامه گویا capture select area، ما میایم اینجا. اوکی، خبرنامه گویا. اوکی، کامرای دو برای شما. خب نگاه کنید دوستان، پنجشنبه 20 مرداد 1401 برابر با 11 آگست 2022 بغلش نوشته درباره ما. شما اینه که میفشاری کلیک میکنی، مایلی بدونی این وبسایت توسط کی راه اندازی شده، باورشون چی هست، هدفشون چی هست. نگاه کنید دوستان، این نشریه الکترونیکی ما هست، این اسمش اصلا هست خبرنامه گویا. خبرنامه گویا سوالها و جوابها، والا به جدم نوشته بود درباره ما. من باز بر میگردم که شما هم شاهد باشید. نگاه کنید اینجا نوشته درباره ما، اینجا نوشته گویا. من درباره ما رو کلیک میکنم، روی بش هم کلیک میکنم. حالا نگاه کنید نوشته ارسال مطلب، علاقمندان برای ارسال خبر، مقاله یا مطالب خود در زمینه‌های گوناگون می توانند آنها را با نگارش فارسی به صورت فایل ورد، نیوز، گویا، این هیچ تضمینی برای انتشار. خب کجا بودین شما؟ من از کجا بفهمم این گویا کیه؟ از کجا بفهمم چند سال اینها در روزنامه‌های مختلف خدمت کردن، بعدن دیدن اونجا بهشون آزادی نمیدن، خطای قرمز زیاده؟ برید بخونید دوستان، اینه. حالا این خبرنامه ای که چند سال سابقه داره، الحمدلله بعضی تبلیغات شو اینا رو میبینید. حالا این بغلش هم نشته گویا، ببینید این چی کار میکنه. گویا دوباره برات میگردونه صفحه اول که میزنی اینجا گویا نیوز و دوباره برمیگرده اینجا. تصاویر جدید خاوری در آمریکا با شلوارک و صلیب در گردن، نوه علی شمخانی در یکی از کلاب‌های رقص آلمان، حاج آقا در برنامه زنده
گفت نروید کربلا گران است، بروید استانبول اشقهار، شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر ایران توسط طالبان در کابل. شیر تغذیه آن شیر تعزیه بندری میرخصد. یه جای دیگه هم سابرینا دختر عارف، زیباترین چشمهای فلان، نفیسترین محمولهی فلان، مسعود اسداللهی کارگردان فیلم همسفر درگذشت، بولتون از مبلغ ناچیز برای ترور خودم شرمنده شدم. آقا تو ارزشی نداری جان بولتون، ارزش تو همون پولیه که بهت مجاهدین میدن. تروریست سپاه در کلاب فرید مدرسی چه میکرد؟ نگاه کنید دوستان عکسش. اولا من اینو تا دیدم فکر کردم یک سرباز آمریکایی که اصلش ایرانی بود، چند مدت پیش گفته بود میخوام برم مادر بزرگم رو ببینم، که گفتم این بنده خدا دیگه از منم احمق‌تره. چون همون جوری که اگر شما در سپاه پاسداران خدمت کرده باشید ایران، آمریکا بهتون مس سلیمون، باریکلا مجتبا طلایان، خودتون چی میگین؟ مس سلیمون اصلا مسجدش هم درست نمیگن. دمت گرم ها، خیلی ممنون. این آقای رابه و اینها فرمانده من در اهواز اهل مس سلیمون بودن، ایزه مس سلیمون آقا جاری، اینا رو من رفته بودم و میدیدم. خب مرسی، مرسی آقا مجتبا. ببینید دوستان، یه سرباز آمریکایی گفته بود من رفتم مادر بزرگم و ببینم گرفتن منو. آخه سرباز آمریکایی ایرانی تبار، مثل اون دو سه تا دوچرخ سواری بود که رفته بودن این همه کوه تو دنیا قحط، شما میری کوه بین افغانستان و ایران چوب دو سر طلا، این وردست طالبان بیفتی، این وردست القاعده بیفتی، اون وردست ایران بیفتی، و افتادن و تا اونجا بودن چی شد بعد عوضشون کرد. آقا همه اینا دروغ میگن، همه اینا دروغ میگن. شما همین آمریکا، همین آقای بایدن رو ببین، تا پریروز میگفت این مردک بن سلمان جوانک بیعقل قاتل جمال قاشقچی هست، بعد چجو بلند شد رفت اونجا، بعد دلش خوشه که من دست ندادم، مش دادم، حالا پشت پرده چی دادین دیگه ما نمیدونیم. بعد بنزین اینجا 50 سنت ارزون شد، بنزینی که الان 40 خورده درصد گرونتر از پارساله. ولی آدما اینجوریه، شما بهت میگن اگه خونتون خیلی فکر میکنی گرم هوا، درجه کولر رو نیار پایین، برو 5 دقیقه بیرون وایسا بعد میای. این بشر با نسبیت دنیا میاد، با نسبیت زندگی میکنه، همه چیز رو نسبی میسنجه. اینه که آخرش میرسیم به جایی که شتر بود به یک غاز. وقتی که آمریکا، الان فرانسه ماجرا انتخاباتش بالاخره چی شد؟ اسرائیل نخست وزیرش کیه؟ رئیس جمهورش کیه؟ سیستمشون چیه؟ آمریکا هم که هنوز این ترامپ را میره میگه من برنده 2020م. خب این آمریکا، اون فرانسه، اون آلمان، نیوزیلند هم که میخواد اسم کشور رو کلا عوض کنه. بیاین مهمون من نباشید، خودتون برنامه درست کنید بذارید تو یوتیوب. من یه گریزی بزنم اینجا به شما نشون بدم، حالا که تو این صفحه میتونم نشونتون بدم. بله نگاه کنید، من میام کامرای دو، این صفحه کامپیوتر من، اوکی، میزنم روی یوتیوب. یوتیوب که میام منو میبره صفحه اصلی خودم، اوکی، که معمولا روی ویدیوها هست. بذارید بزرگتر بهتون نشون بدم، اونو بزرگ میکنی اون کوچیک میشه، اونو کوچیک میکنی این بزرگ میشه. اون وقتها این دوستان 14 نفر از داریوش، از افشین، از خسرو رنجبر می نشستن، زحمت می کشیدن، ما راحت اونجا برنامه اجرا می کردیم و قدرشون رو ندونستیم. حالا ازشون تشکر می کنم، آقای خسرو رنجبر ممنون. البته جالب اینه اونا پول می ساختن، ما پول نمی ساختیم. شبا وای می سادن اونجا، قالی می فروختن، یه پولی هم می گرفتن،
من و بهبانی احمق و دیگران میرفتیم مجانی، یه پولی هم آبجو میخریدیم، چی میخریدیم میبردیم، برو بیا برای هیچی، ولی پول احتیاج نداشتم. خب بیاین صفحه یوتیوب مردم تیوی، اینجا میاین نگاه کنید نوشته چگونه رادیو یا تلویزیون خود را مجانی داشته باشید. بیا از اولش. امروز به وسیله این ویدیو میخوایم به شما نشون بدیم که چگونه خیلی آسون با دو تا برنامه که دو تاش هم مجانیه شما میتونید برنامه خودتون رو داشته باشید. حالا این مثل چی میمونه؟ مثل توی مهمونی شما به من بگی آقای سربی این فروشگاه شما عجب نون خوبی میپزه، من شما رو سر کار بذارم، بگم آقا نون پختن که کاری نداره، خمیر آماده بخر، آونم که داری تو آپارتمانم زندگی میکنی برقت مفته، اینجوریش کن اینجوریش کن میشه نون، شما درست میکنی، خانمت میگه وای از گرما خفه شدم، بچت میاد میگه این چی چیه بابا، این که مثل سنگه، بعد میفهمی که همون بری $2.50 $3 بدی نون مش حسن بخری، نون پارسا بیکری رو بخری، نون فروشگاه شیراز رو بخری، نون خانم هما رو بخری، خیلی ارزش داره. من عمدن این برنامه رو مجانی میدم شما برید کار کنید، ولی وقتی دیدید خیلی درد سر داره بگید آی سوربی من حاضرم $50 $100 بدم بیام اینجا برنامه بذارم، اولا این همه بیننده که اینجا هست اونجا من تا کی بشینم؟ میدونید اقلا 2000 خورده سابسکرایبر داریم، 2600 تا، اون یکی بود گفت سال 1300 400، تبریک میگم 2.67 میشه 2670 تا بیشتر اینجا سابسکرایبر داریم. سابسکرایبرها دوستان شما لطف کنید اون زنگوله بغل یا ناقوس بغل رو بزنید و اونجا باز بنویسید آل، یعنی همه از این برنامه ها مال آقای ماسالی باشه، مال من باشه، مال آقای رضا پیرامون باشه، اینا براتون میاد. دوست داشتید تماشا کنید، دوست نداشتید بنویسید بیرون. اقلا این یه لطف کوچیک رو که هیچ خرجی نداره برای ما انجام بدید. یادم همین کاوه یا کوین نوشته بود ما از شما هیچ انتظاری نداریم، ولی اینجا رو کلیک کنید، تبلیغ ما رو نگاه کنید، خب شما هیچ کاری نمی‌کنید. میگن برای کسی بمیر که برات تپ کنه، بعدم تا نمیایم هی زنگ میزنید، بزنید من یه زنگ بزنم ببینم این دوستم اویلیبل هست یا میخواد صحبت کنه یا نه، ببینم با تلفن با واتساپ چند تا برنامه مختلف داریم که میتونیم این ور اون ور. امشب با دکتر حسین بور در مورد کشتار هموطنان در سیستان، امروز چه ساعتی آزاد هستید؟ ویدیو این اون، حالا من ببینم میتونم با دوستم صحبت کنم. این مثل اینکه اشکال واتساپ اونی که باید اول طرف توی لیست شما باشه بعدن بیارینش توی لیست واتساپ، فکر کنم برطرف شده. حالا میزنیم روی تلفن، اینجا هم میزنیم تلفن جدید به دوستمون، بعد ببینیم اگر هستن و اگر خواستن با هم صحبتی داشته باشیم. صدای این تلفن چجوری میاد توی؟ دوستان کیفیت دوربین ما خیلی از این بهتره، وقتی که با این برنامه قدیمی روش شماره و اینا می‌نویسیم اینجوری میشه. چه کار کنیم؟ اصلا اینا رو ول کنیم، این شماره و اینا رو اون زیر بنویسیم، کیفیت بهتری به شما بدیم، یا مهم نیست دیگه، من 66 ساله رو که شما نمیتونیم بکنیم، اینا میدونم یه آدم 26 ساله، اینم تلفنش جواب نمیده، حتما سر کار هست و الی آخر. اینم مشکل با دوستان، ما بهشون میگیم که اگه شما روزی حاضر شدید یه ساعتی با من قرار بذارید برنامه بذارید، منم اون روز رو حاضرم با شما برنامه بذارم، حتی اگه پولم از دست بدم. ولی دوستان میگن حالا شما زنگ بزن ما اگه بودیم صحبت میکنیم. اینجوری یعنی چی؟ یعنی من وقتم بیشتر از تو ارزش داره،
بودیم صحبت میکنیم. با واتساپ زنگ زدم، با تلفن معمولی هم زنگ زدم. این تلفنایی که ما داریم کانادا و مکزیک مجانی هن. چون این سه تا کشور سیستم تلفنشون مثل که یکیه. از موقعی هم که اون یک از بین رفت دیگه لازم نیست، همین پریفکس و ده شمار و اینا این کارا رو آسون کرده. الو، please leave your name and message. I'll get back to you as soon as possible. Thank you. After leaving a message, you can hang up or press pound for more options. سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. ساعت 12:12 روز پنج شنبه 11 آگست هست. با واتساپ هم تماس گرفتم، شما نبودید. حالا یه وقت دیگه وقت قرار میذاریم از قبل و با هم صحبت میکنیم. ممنون و به امید دیدار. بله، این هم دوست ما. خب میگه آقای سوربی، پولهای مجاهدین از کجا تأمین میگردد؟ از کجا پول به دست می آورن؟ از آقای فیلابی سوال کن. برنامه میذارن گلریزان، اون 200 دلار میده، اون 2000 دلار میده. این ماجراها بهش میگن پولشویی. پولشویی مثل این میمونه که شما آقای انصاری گل بگی که سوربی بلند شو رانندگی کن بیا فلانجا. من نه، شما آمریکا هستی، آلمانی، کجایی؟ بیا فلانجا، من پشت ماشین رو میکنم پر پول 100 دلاری، ولی وقتی رفتی تو تلویزیون زنگ میزنم میگم آقای سوربی من 500 دلار به تلویزیون مردم کمک میکنم. هر کی به شما گفت این خرج تلویزیون از کجا میاد صدای منو پخش کن. اینها دیگه آقای انصاری 500 دلار کمک کرد، ولی اون پولای نقد که تو اون کاپوت ماشین است، این پولشویی نه، اینی که ماشین لباسشویی شما روشن کنی پول بریزی توش. باورتون میشه تنها چیز کثیفی رو که هممون با کمال میل از یکدیگر قبول میکردیم در ایام کووید همین پول بود. میشستیم، حالا یک کمی هم با اکراه دستکش هم دستمون بود میآوردیم، من میذاشتم تو آفتاب میآوردیم میذاشتیم فلان اینا، ولی پوله رو مثلا به خاطری که ممکنه جرم داشته باشه دور نمینداختیم. که این ماجرای پولشوییه. حالا شما مگه این تلویزیون های مجاهدین نمیخوان به اصطلاح ترانسپرنسی، شفافیت رو به ایران بیارن؟ برو رو وبسایت های مختلفشون یکی یکی بنویس شما مخارجتون چنه، از کجا پول میاد. مگه هر سازمانی، هر کورپوریشنی نباید بنویسه ما چند درآوردیم، چند خرج کردیم، امسال سودمون چقدره، امسال ضررمون چقدره؟ همین جایی که من با شما صحبت میکنم برای ماشین قرازه من آمده که امسال شما 300 خورده باید مالیات بدین. از سال قبلم ماشین من یه سال کهنه تر شده، ولی میگه شما باید بیشتر پول بدین. چرا؟ میگه ما کمبود داریم. چرا کمبود داریم؟ حقوق کارمندا رو بردیم بالا. آقا حقوق من رفته بالا؟ نه، من از اول قبل از کرونا تا الان حقوقم بالا نرفته. 20 فوریه 2020 من برای این کاری که الان میکنم استخدام شدم، نه کارمند رسمیشونم، نه بیمه، نه چیزی به من میدن، حقوق من بالا نرفته. این هم آمریکاست. آقا یه دوست ایرانی ما داریم اینجا 20 ساعت تو CVS کار میکنه، 20 ساعت توی آتا ادوانس کار میکنه. از خودت میپرسی چرا این 20 ساعت اینجا کار میکنه، 20 ساعت اینجا؟ حالا یه شانس آورده، نزدیکن، ماشینشو پارک میکنه اینجا، 20 ساعت تو هفته اینجا کار میکنه، 20 ساعت اونجا. خیلی ها هستن 3 جا باید برن کار کنن. میدونی چرا؟ برای که آمریکا به این کار فرماها اجازه میده که شما رو 40 ساعت استخدام نکنن، رو 20 ساعت در هفته، 30 ساعت در هفته نگه دارن. شما کارمند فول تایم تمام وقت نیستی، هر وقتم دلشون خواست میکننت بیرون. انصاف داشته باشن حقوق یه هفته تو میدن، انصاف بیشتری داشته باشن حقوق دو هفته تو میدن که تو توی دو هفته بری کار پیدا کنی. نداشته باشن میگن کار کردی، از کار کردت پول دادی به شرکت، به اداره کار، برو حالا از اداره کار حقوق بگی. شما اینجا رو گوش کن، شما کارت از دست دادی، حالا میخوای بری اداره کار حقوق بگیری، بهت میگن چند هفته باید بگذره تا حقوقت بدیم.
بعدم که حقوقت میدیم الان نمیدونم نرخش مثلا 30%، 70%. خب آقا منی که 100% میگرفتم الانم به این وضع افتادم، خرجم زیادتر شده، حالا یه باید برم این ور اونور دنبال کار، تو هم حقوق منو کم میکنی. بعدم هم میگه هفته ای چند جا باید بیاری که رفتی تقاضای کار کردی و اونا بهت کار ندادن. بعدم این مثلا تا 6 ماهه، تو دوره کووید شده بود 12 ماه، تو کووید دوره کووید کردن 16 ماه، بعض وقتا بعضی ایالت ها تا 2 سال هم انجام شد. اینا رو آقای مسعود اسداللهی نیومد بگه، اینا رو اومدن فقط گفتن چه دوران خوبی ما داشتیم، چه روزگار خوبی بود، همش میرفتیم کافه نادری قهوه میخوردیم، با این خانمای جوون میرفتیم میمدیم و چقدر خوب بود، همه میتونستن مینی ژوب بپوشن. اینجا اشکال ماست، اینجا بی فرهنگی ماست. بعدم همشون یکی یکی وقتی میمیرن، آقای دلدار میگه چی شهر نمیدونم عزازده فلان همه اینجورین. خب آقا چرا اینجورین؟ چرا اینا فامیل درجه یکشون نیستن، ازشون نگهداری نمیکنن؟ آقای اسداللهی ازدواج کرده بود، بچه داشت، چرا بچه های من با این مخارج زیاد، باور کنید هر هفته دختر و پسر من از من میپرسن داد آر یو اوکی، بابا اوزاد رو به راهه؟ میگم بله. دیگه انقدر پرسیدن میگم ببینید من اگر خواستم میام بهتون میگم به من پول بدید یا پول قرض بدید، من نمیخوام. خدا گواهه اگه خدایی وجود داشته باشه، 3 روز پیش که رفتم تنسی و برگشتم، پسر من به من گفت بابا تو این شما راننده خوبی هستی، 40 سال بیشتر 40 سال راننده کردی، نه تصادف کردی، نه گواهینامه تیکت داره فلان، ولی آدم های احمقی هستن که بهت بزنن، میزنن آقا یه ده 5 تا 6 تا ماشین اینجوری میشن، هواپیما دیروز نشست تو جاده زد آتیش گرفت و فلان، میسوزی میری از بین، نرو، من بهت پول میدم. میگم نمیخوام، من همین حقوق بازنشستگی و بیمه و اینا رو که دارم بسمه، ولی میخوام فعال باشم، برم بیام مردم رو ببینم، باهاشون صحبت کنم، و وقتی که خودت پول در میاری چه احساس خوبی داره. اولین حقوقی که ساختید کی بوده؟ من اولین حقوقم موقعی بود که 11 سالم بود، کلاس پنجم بودم، رفتم شاگردی آقای محمد تقی رستاخیز، شوهر عمم که ایشون نجار آقاجاری بود، قالب بند بود، نجار بسیار خوبی بود و شوهر عمه من بود، ما بهش میگفتیم آمو چون پیرمرد بود. رفتم اولین 15,000 روز 15,000 دیدم، از روزونه 5,000 دیدم من روز 15,000 گرفتم، چه شادی به دست میده. هفته دیگه که با امین پسرم بود میخوای بری سینما، میگه من یه حالا میتونم یه ساندویچ بخرم، 6 تا 15,000 جمع میشد، میشد چقدر 9 تومن یه چیزی، حالا میتونم یه 2 تومن یه ساندویچ، هی لازم نیست با تو نصف و نصف کنم، ساندویچ 2 تومن بود، نصفش 1 تومن 2 تومن. حالا یه دوستی هم یه کتابی نوشته، بهتون پیشنهاد میکنم بخرید بخونید، کتاب خانم سارا فشندی. اگه فرصتی بشه من با ایشون صحبت میکنم. من 20 صفحه از کتاب رو خوندم، وجوه مشترکی در خودم با برادر ایشون دیدم، چون ایشون به اصطلاح روایت میکنه، راویه، نویسنده است، ولی داره داستان برادرشون میگه، خانم سارا فشندی. بذار ببینیم شاهین. شبی عشق سرزده آمد و بیمهابا رفت، این دل اسیر مجنون کرده بی صدا رفت، رد پایش در کویر به کوی دریان شست، آنچنان شکست که به ساحل پی خدا رفت، دلیل بغض نهفته داشت ز پی هر صدا، سکوتش از حجر در پی هر جفا رفت، عمری از نگاه یار خیره به عکس آن، تمام خاطرات در قاب بیچون و چرا رفت، قلم شکست و در پی چراها در انتظار دیدنش، عمری در انتظارش پی هر قضا رفت، باز بی تو باران در سوز زمستان،
آشیانه سرد و در پی خاطرات بیوفارد. یک غروب سرد پاییز در دل خواب، چرا بی معما در دل دریا بی اثارت خب ممنونم. ما هر فرصتی که پیش بیاد اینجا سعی میکنیم به دوستان چیزی رو که خودمون بلدیم یاد بدیم. این عکاس خیلی خوبیه، شاهین غلامرضایی. و ببینید دوستان، روی فیسبوک شما وقتی عکس میذارین، این عکس اولیتون رو شما میتونید با ماوستون بگیرید جابجا کنید. به نظر من شما این عکس رو که میذاری، ببین اینجاست آقای شاهین، ببین سلکت ایریا، مخصوصا اون عکس کاور هد بالا رو شما جابجا کنید، ببینید این عکس اینجا هست، ولی وقتی میای اینجا سرش رفته بالا و هیچی، فقط شما عکس دوتا دستتون هست. اینا عکسای دیگه‌اش شاهین من نشون دادم دوستان، که سری به سایتش بزنید. ولی حالا بریم سراغ خانم سارا فشندی و کتاب پیام ها منی، مثلا همین مچ باکس رو ایشون میتونه، وقتی اون خودش میتونه، ما نمیتونیم. بذارید اینجا ببینید، اینو وقتی میتونن بیارن بالا و پایین که شما ببینید مسیج این مچ باکس. مچ باکس یعنی قوطی کبریت. من نمیدونم کسی به قوطی کبریت جعبه کبریت هم میگه، نه فکر کنم چون جعبه کوچولویی بود بهش گفتن قوطی کبریت. مسیج این مچ باکس، memories of a childhood in Tehran، خاطرات ما از بچگی و دوران کودکی در تهران. داستاناشو من خوندم، همه رو تموم نکردم، کتاب تموم بشه با ایشون تماس میگیرم. اگر حوصله انتقاد، میدونید کتاب بعضیا نقد میکنن، بعضیا میان فقط به طرف میگن خسته نباشی نوشتی، در میرن میرن. من کتابی رو که میخونم به خاطر اون وقتی که گذاشتم، به خودم این اجازه رو میدم که انتقاد کنم. منتقد کتاب نیستم، ولی اگه یک کسی کتابی داد گفت این کتاب من نظرت چیه، اونجا انتقاداتم رو هم میگم. و این آتیلا یه فیلم گذاشته، یه لیموی رو یکی کات میکنه، قاچ میکنه و میخوره، همه دهنشون آب میفته. نوشتم این کار هم برای دهان بده، هم برای معده و اینها برخلاف اون چیزی که رایج شده. اگه میخواین دوستان روزی یه لیمو هم بخورین، این لیمو رو توی یه مقداری آب، به اصطلاح آبشو بریزید، با اون بخورید. آب هم نه سرد باشه نه گرم، چون در گرما ویتامین C از بین میره، سرما هم کلن. من آب یخ یا آب سرد نمیخورم، من دوست دارم همیشه آب به قول شیرازی ها ملول باشه، ولرم باشه. و آلمانی هم میگن که شما حتی آبجو هم که میخوای بخوری باید نزدیک به درجه حرارت بدنت باشه. به همین دلیل 22 ماه ما در آلمان بودیم، مثل اینجا این باز قرتی بازی های لیوان یخ زده و آبجو نمیدونم تگری و اینا نبود. اینجا آبجو از توی یخچال تازه میذاره توی سطلی، تو اونم یخ میریزه، حالا شما برده برو. نمیدونم در اصل این گذاشته بود و من براش نوشتم این کار اینا، ایشون نوشته شما درست میگی. خب دوستان عزیز، شما کجای کار هستید؟ خسته شدید از ما؟ بریم باز باشیم گفت و شنودی اینجا ادامه بدیم. ببینم این صفحه فیسبوک خودم کسی اینجا، بله مثلا وقتی من با چیز شیر میکنم یه بار دیگه فیسبوکمو میذارم اینجا. سلام، آها شعرتو پخش کردم آقای شاهین غلامرضایی، ویدیو رو که نگاه کردی اگه خواستی اون برنامه رو امتحان کن، و اگر هم خواستی که مثل قبلا میتونی برنامه تو بفرستی ما اینجا نشون بدیم. دوستان عزیز، ازتون یه خواهش دیگه دارم، اگه تو فیسبوک هستید به همین صفحه من یا صفحه مردم تیوی اگر مراجعه میکنید، یه کم برید پایین، دو تا سه تا برنامه بذارید من اینجا بهتون نشون بدم.
میرسید به ویدیویی از آقای دکتر حسن ماسالی. اینجوریه، ببینید، میان اینجا نوشته لطفاً با دقت به صحبت‌های دکتر ماسالی گوش کنید، نظر شما چیست؟ آیا زمان آن نرسیده که همراه و همگام شویم؟ البته یکی از دوستان برای من اینو فرستاده بود، اگه بتونم نشون بدم اینجا. آهان، ایشون نوشته بود همبستگی. الان بهتون نشون میدم، یک لحظه صبر کنید. بله، میبینید نوشته که همبستگی با کی؟ اگر مثل خمینی شد چی؟ به کی میشه اعتماد کرد؟ دوستان، شما جوابی دارید برای این؟ چون همه میگن مثل زمان شاه، که شاه بره دیگه از این بدتر نمیشه، الان میگن آخوندا برن دیگه از این بدتر نمیشه. یه دوستی هم برای من نوشته بود من قول میدم که هیچ اتفاقی نمیفته. گفتم شما قول نده، در کار سیاست و اینها اصلا هیچ تضمینی وجود نداره و بیچاره مردم جهان که اسیر سیاستمداران پلید شدن. دوستان، نظر شما درباره هنرمندان، مرگ اونها در تنگ دستی چیه؟ شما هم با من موافقید؟ چرا اینها یه انجمنی ندارن، یه سندیکایی ندارن؟ اون آقای تو ایران هنرپیشه کی بود؟ اونم تو ایران مثل که یه آهنگ دیگه خونده بود، الله الله خونده بود برای چیز، نمیدونم، بعد رفته بود یه زن خیلی جوان گرفته بود، بعد گویا این زنه برده بود گذاشته بود آسایشگاه، اومده بود بعد مردم رفتن اونجا مثل رقاصه ها پول ریختن رو سرش، که کاری به نظر من به شدت بی احترامی بود. بعد خلاصه همه اینا طلبکارن از مردم. آقا شما فیلم درست کردی در ناز و نعمت، اون موقع که معلم حقوقش 3000 تومن بوده، آقای فردین 100000 تومن، 200000 تومن، 500000 تومن حقوق میگرفت. معلم 3000 تومن، فردین 500000 تومن، 1,000,000 تومن. خانم فروزان نمیدونم این اون تو خونه های خوب عالی شیک زندگی میکردن. سوربی اگه رفته یه فیلم شما رو دیده 2 تومنم پول داده، چه تعهدی داره که حالا بشه شرکت بازنشستگی شما و باز در بازنشستگی به شما صدقه بده یا کمک کنه؟ این باید هنرمندان یه طبع بالایی پیدا کنن، علو طبع پیدا کنن، بگن من امروز که جوونم 4 نفر دیگر رو دست میگیرم، به اصطلاح کمک میکنم که وقتی پیر شدم اونای دیگه به من کمک کنن. آقای اسداللهی به چه کسانی کمک کرده؟ یا دیگران که مردن، مانه خدا بخشیان، دیگران، کی میگفت آقای مهری هم وضع خوبی نداشته، نمیدونم، آقای مهری، سالهای سال حسین مهری. در هر صورت من نظرم این بود و مطمئنم که نظر من امکان داره اشتباه باشه. همیشه 5% 10% بذارید، حتی اونجایی که 100% مطمئن هستید. شما نظرتون چیه؟ شما درباره افرادی که اینجوری خوش زندگی میکنن، پوز میدن، واقعا پوز میدن دیگه، زندگی میکنن، بعد پنچرک میشن میزنن کنار خیابون، انتظار دارن حالا شما بری زیر چرخش جک بزنی. آقا میفته ماشین رو من داغونم میکنه، من خودم اینجا موندم تو کار خودم. نظر شما چیه؟ آقای ستار دلدار درست میگه یا سوربی درست میگه یا هر دو؟ یه دوستی داشتیم محمد کلهور، نمیدونم چی شد رفت، برای که این تو تلویزیون ایران کار گرفته بود، فکر کرده بود تو تلویزیون آمریکا هم به این آسونیه، اومد اینجا. یه برنامه روز شنبه داشتیم و تو اون روز من و این بودیم، صحبت کرد راجع به افغانستان و ایران، بعد گفت که مثلا بلخ، نمیدونم افغانستان اینا، داشت میگفت که این مال این بوده، یا آقای افغانی زنگ زد گفت آقا نیست اینجوریه، گفت شما درست میگی. آقای علی دادرس زنگ زد گفت آقای کلهور شما جغرافی و تاریخ و اینا خوندی، اینجوری نیست که ایران تا فلان جا بوده و اینا، گفت شما درست میگی. یکی دیگه زنگ زد گفت آقا نمیشه که اون درست بگه اونم درست بگه، گفت آقا شما درست میگی.
اینم مجری های تلویزیون ما. کسی از محمد کلهور خبر داره؟ کجا رفت؟ چی شد؟ این محمد کلهور یه روز رفته بود گزارش تهیه کنه، این خانم دختر گنجی کی اسمش؟ رکسان، رکسانا که بعد حالا شده بود رکسن یا هر چیزی، گفت نو 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 بابا جون، بابا جون به پاباش گفته بود منو چرا گنجی، با این مصاحبه نکنی، یا این از تلویزیون سربی اومده احمق. اون تلویزیون اون موقع مال رنگارنگ بود که خود بابای تو هفته یه بار اونجا بود و خود بابای تو دوبار از من خواست باش مصاحبه کنم و خود بابای تو خواست من برم کتابشو توی نشنال پرس کلاب معرفی کنم. بعدم به من گفت من $500 به شما بدهکارم. گفتم من برای پول نیومدم، هیچ وقتم اون پولو نداد، هیچ وقتم ما نگرفتیم. اینا بودن همون رکسان. برید داستاناشو با آقای شهرام همایون نگاه کنید، اینایی که قربون صدقه همدیگه میرفتن، هر روز شهرام همایون برنامه که میداشت رکسان صندوقشو پر میکرد، بعد ببینید چجوری افتادن به جون هم. همین خانم زینا تهرانی رو برید برنامهشو نگاه کنید، کسی که میگه میخواستن ترورش کنن، کسی که با جمشید شارمت مصاحبه کرده که همون مصاحبه کافیه که جمشید شارمت رو اعدام کنن، چون شارمت توی اون مصاحبه قشنگ میگه که من مبارزه مسلحانه رو رهبری میکنم، هدایت کردم، حالا هم افتاده تو زندان ایران. راستی از اون چه خبر؟ باید از آقای عزیزان بخوام که بیاد در اون مورد صحبت کنه، چون اون با فامیل اینها در تماس هست. دوستان من اگر تو این سن گفتم که من توی هوابرد شیراز چتباز بودم، حالا دوباره به سرم زده برم چتبازی با این هواپیمای لکنته آمریکایی، توی فردریکسبرگ و کالپپر رفتم بالا افتادم دست و پام چلاق شد، فکر نمی کنید حتی فامیل نزدیک من، همسر من، پسر من، دختر من به من میگن بابا ما که بهت گفتیم نرو، حالا رفتی ما دیگه ازت نگهداری نمی کنیم. خب این ماجرای داستان جمشید شارمد اینه. بعد خانمه میگه چرا یه آدم مریض شما گرفتی؟ خانم یه آدمی که مریضه چرا بیاد وایسا اونجا اینجوری کنه صحبت کنه، بره به دوا و داروش و شرکتش برسه در هند. نمیتونی سوار هواپیما بشی با چتر بپری بعد که چلاق شد شما بگی که آقا بیان کمک کنید. اشکال ما اینه که انتظار از دیگران داریم ولی از خودمون انتظار درست عمل کردن، درست فکر کردن رو نداریم. میخواستم براتون گویا رو بخونم که رسیدیم به درباره ما، دیدیم چی شد؟ هیچی. صفحه های دیگه هم هست که هیچی ندارن. حالا من نوشته درباره ما، نوشتم یه آدم ساده‌ای که تو ایران دنیا اومده، تو آمریکا زندگی میکنه، نمیدونم کجا میمیره. همینم که هستم، هر روز دارین منو میبینید، دیگه لازم نیست درباره ما چی بنویسید. این بهبانی احمق رفته بود 8 صفحه درباره ما نوشته بود، نوشته بود ننش نمیدونم شوهر کرده، ننش براش شغل پیدا کرده، ننش فرستادش فلان و باباش. بعد آقا کی کر میکنه برای اینا؟ بنویس رفتی سوئد و انگلستان درس نخوندی، اومدی میامی، بعدم اومدی اینجا زنگ گرفتی که گرین کارت درست بشه. ولی بنویسید. بازم صدر احمد به همین بهبانی معتاد. خب دوستان عزیز بس، به اندازه کافی دشمن تراشیدیم. مسعود اسداللهی فوت شد، درگذشت. آقای ابتهاج درگذشت. ایرانی ها یه سری با هم دوست و دشمن بودن عوض شدن، جای دوست داشت دشمن. و منم اومدم بعد 2 هفته برنامه گذاشتم، فکر نمی کنم کسی حمایت کنه، ببینیم و تعریف کنیم. و اگر حمایت کردید به ما اجازه بدید که تو برنامه ازتون تشکر کنیم یا تشکر نکنیم، با اسم اصلی یا حتی بگیم یه بینندهی مثلا $20 از آلمان فرستاده. نمیدونم این دوستانی که آلمان هستن، این یورو و اینا که الان خیلی رفته بالا، شما دیگه چرا اینقدر گدابازی دارید؟ در طرف میگه آقا بلند شو بیا فلوریدا اصلا مهمون من باش، اینجا میریم این بر اون بر و بلند. آقا پول 2 تا 40 کباب شو بفرست بیاد، وقتی اومدم فلوریدا میرم هتل. من باور دارم هتل برای مهمان، مهمان برای هتل، هیچ اشکالی نداره. من برم برلین اونجا به آقای اکبری زنگ بزنم، آقای اکبری من اومدم نزدیک سیرک، اینجا نزدیک سیرک نه نزدیک باغ وحش توی هتلی هستم، اگر کاری نداری بیا بریم با هم اون مکدونالد که اون بالا هست، بریم بشینیم یه نهاری شامی یا یه چلو کبابی بخوریم، بعدم اون بره خونش، من مزاحم اون نشم، اون مزاحم من نباشه.
چون آدمی که میره مسافرت ساعت خواب و بیداری و کار و تفریش فرق میکنه با آدمی که اونجا زندگی میکنه، بچه داره، زندگی داره. اینجوری باشه، هتل برای مهمان، مهمان برای هتل. حالا یه وقت یه برنامه پیش بیاد و اینها، گفتم تو من رفتم کانادا هتل گرفته بودم، دوست من گفت تو اگر رفتی هتل من دیگه با تو دوست نیستم. گفتیم چیکار کنیم؟ گفت هتل کنسل کن. گفتیم اوکی کنسل، شب اول از اون میگیرن، اولا بس شب اول بریم بخوابیم بعد میایم. گفت نه. خب چه گویم که ناگفتنم بهتر است، زبان در قفا ماندنم بهتر است. کلاب هاوس برای آزادی 4 پیشمرگ بازداشتی. امروز برای فرزاد نیساری نوشتم آقا این برنامه آقای بهرام آبتین که ماشاءالله یه روز سیبیلشو میچرخونه، یه روز میچرخونه پایین، یه روزش پروفسوری میزنه، یه روزش پر میذاره، یه روز اینجوری عکس میگیره، یه روز اینجوری عکس میگیره، یه روز با کلا دو گوش عکس میگیره، یه روز با لباس سیاه‌سفید لورا عکس میگیره، بعدم میره کلاب هاوس میشینین 4 ساعت 5 ساعت حرف میزنین، بعدش چی؟ به قول آمریکایی‌ها انگلیسی زبانان then what یا now what، حالا چی کار کنی؟ هیچی. دوباره فردا با یک گروه دیگه، آقا شادانلو چندین بار از من دعوت کرده، گفتم آقا من تو کلاب هاوس نمیام، کلاب هاوسی که من بیام تو حرف بزنی بعد اونای دیگه بیان، بعد برای که شما تعداد و زیاد نگه داری هر کی اومد بهش بذاری حرف بزنی، این کارا رو ما 22 سال پیش انجام دادیم، نتیجهش این خر تو خری بود که امروز میبینی، خر تو خر، شیر تو شیر میخوای بگی؟ حالا منظور از این شیر تو شیر، شیر خوردنیه یا شیر حیوان؟ هر چیه، نه شیر تو شیر خوبه، نه شیر تو شیر خوبه، نه خر تو خر. نتیجهش این بوده، کلاب هاوس هیچ نتیجه ای نخواهد داشت به جز این که 20 سال دیگه شما اینجایی هستید که آقای دکتر حسن ماسالی میاد میگه فایده نداشت تمام اون کارها، بیا طرحی نو براندازیم. چی میگه؟ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. این اعتراض حافظ به خدا بود اگه اشتباه نکنم، که آقا این چی درست کردی؟ ما میخوایم حالا بیام بشکافیم این فلک رو و یه طرح نو در اندازیم. طرح نو شما چیه؟ اگر دستم رسد بر چرخ گردون، همه به اشتباه میخونن چرخ گردون، نه آقا چرخ گردون نیست، اگر دستم رسد بر چرخ گردون، اونی که این چرخ رو داره میچرخونه، ازش پرسم که این چین است و اون چون، یکی را داده ای صد گونه نعمت، تو سربی را کرده ای لنگ بی تنبون. اینم شعرهایی که ما بلدیم. دوستان عزیز ممنون و متشکرم، ازتون تشکر میکنم، از آقای اکبری تشکر میکنم که برای دوستانش تو مسنجر فرستاده. ببین بنده خدا نگم بترسه، حالا بعد میگه کاکو من نمیترسم، من میزنم، من شماره 4 بودم، من این بودم. وحشت داریم از این که بذاریم روی سایت خودمون بگیم اینجوریه، ولی من اومدم برای آقای ستار دلا نوشتم، برای خودشم خصوصی فرستادم، جوابشم میدم. بیایم بیرون از اون ترس و سانسوری که به خودمون درست کردیم. آقا من این حرفای سربی رو قبول دارم، یا بزرگ براش بنویس شیر کردن این ویدیو به منظور تایید حرفهای این دیوانه روانی نیست، یا بنویس من با 30% این موافقم، با این و این و این موافقم، با باقیش مخالفم، ولی برای همون مسنجر فرستادی ممنونم. برای دوستی آقای انصاری بود یا دیگران گفت من شیر کردم، متشکرم، ولی دیدید من بلد نیستم چگونه. اگه شما بلدید کیا شیر کردن، کجاها شیر کردن، من فکر کنم ماوس تو که میای روش نشون میده کیا شیر کردن، ماوس تو که میای روش نشون میده کیا به اصطلاح علامت لاو فرستادن، علامت چی میگم اون یکی لایک فرستادن و الی آخر. و فیسبوک دیسلایک نداره، یوتیوب داره، درسته؟ روی یوتیوب لایک دیسلایک زنگوله منگوله آمنگوله هر چی دلتون خواست. دوستان عزیز باز هم از شما ممنونم، متشکرم، و به امید اینکه بتونیم زودتر برنامه بذاریم. خب آقای چی میگن؟ بله بابک یزدی کجا بود؟ بابک یزدی کاناداست، ایشون هم کسی بوده که مذهبی مذهبی، بعد رفته
به طرف چپ و اینها یکی دو بار من با ایشون مصاحبه کردم. باز برگردیم سراغ این تروریست جدید. میدونید که هفته پیش یه تروریست اومد که خانم مسیح علی نژاد بزنه. من نمیدونم چرا تروریست همجور میره اونجا میخوابه، چرا میره تو ماشین، چرا یه ونی نمیگیره قشنگ توی ونه سوراخ درست کنه بشینه فیلم برداری کنه و الی آخر. بعد چه احمقی بوده که قشنگ اینجوری نشسته اون جلو. برید ببینید، ببینید خود مسیح علی نژاد این چیزایی رو که میگه اینا رو بچسبونید به هم، ببینید چقدر خنده داره. آقای فرزاد نیساری اگه این برنامه رو میبینی، اگه لطف کنی لینک رقص مسیح علی نژاد رو توی این برنامه یه جایی بذاری، من ازت تشکر میکنم. ببینید که چند اون شعره بود که در میان چیز مستانه میرقصن، ببینید چه جوری شب مست کرده داره میرقصه تو نیویورک، با این سیاه میرقصه با اون سیاه میرقصه و الی آخر. روزگار غریبی است نازنین، مواظب خودتون باشید. قرار شد اینو براتون بخونم، دارم اینو نشون میدم. تروریست سپاه در کلاب فرید مدرسی چه میکرد؟ پور صفی که با نام مستعار در شبکه اجتماعی کلاب هاوس حضور داشت، در آنجا هم مخالفان را تهدید به مرگ کرد. ایندیپندنت فارسی گفته سازمان اف بی آی آمریکا با صدور بیانیه‌ای خبر از برنامه سپاه پاسداران برای ترور جان بولتون و مایک پامپئو داد. در همین راستا این سازمان یک عضو سپاه پاسداران به نام شهرام پورصفی را معرفی کرد که از ایران این عملیات را فرماندهی می‌کرد. شهرام پورصفی متولد 30 شهریور 1355 یعنی 46 سالشه، درسته؟ از بازم این چون اون تروریستی که اومده مسیح علی نژاد رو بکشه میگه 26 سالشه، قهرمان کاراته بوده، قهرمان کاراته، حالا پرش بکشه به این بماند. او با نام مستعار مهدی رضایی نیز شناخته میشد و در شبکه‌های اجتماعی نیز با این نام به فعالیت میپرداخت. هرچند مدتی پس از لو رفتن عملیات ترور مسئولان دولتی سابق آمریکا، اینستاگرام خود را از دسترس خارج کرد و نام پروفایل کلاب هاوس خود را به علی موسوی تغییر داد. بنابر اعلام اف بی آی، شهرام پورصفی یکی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است و از سوی این سازمان برای استخدام افرادی در آمریکا به قصد ترور جان بولتون مأمور شده بود. بر اساس سوابق گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، او هرگز به آمریکا سفر نکرده است، اما با این حال از حوالی اکتبر 2021 تا حوالی آپریل 2022 پورصفی از تسهیلات تجارتی ما بین ایالتی استفاده کرد. ببینید برای من و شما ممنوعه، ولی برای آقای پورصفی تروریست آزاده. این اقدام او پوششی برای استخدام افراد در راستای ترور جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده بود. این تلاش برای قتل در راستای انتقامگیری جمهوری اسلامی از ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا در عراق صورت گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بارها تهدید کردند که انتقام خون قاسم سلیمانی را خواهند گرفت. شهرام پورصفی با نام مستعار مهدی رضایی در کلاب هاوس، یعنی سه بار اینو گفتی مردیم دیگه بابا. اینجام شهناز تهرانی در کنار خواهرش، اینجام حاله نظری مادر شوهر دختر عارف. من با حاله هم دو بار مصاحبه کردم. حاله نظری میدونید که همسر آقای شجره بود و بعد طلاق گرفت. حاله نظری کسی هست که فیلمای ایرانی، برید فیلمشو ببینید، با اون آقای میری تو اون زمان فیلمای لختی اونجوری برای اون مردم. دوستانی که میگید بعد از 57 سال حکومت شاه و رضا شاه مردم ایران احمق بودن و لخت بودن اینها رو، فیلمای ایرانی ها رو نشونه پیشرفت ایران و ایرانی میدونید، برید نگاه کنید ببینید آیا همین الان همین امروز یک چنین فیلمی رو در آمریکا در سینما به شما نشون میدن نمیدن. خب به پایان آمد این قصه، یا
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. فکر کنم همین به پایان آمد این دفتر درسته، چون قصه ادامه داره که شما دفتر جدید میخوان. خب دوستان عزیز، اگر مایل هستید در مورد یک مطالبی تاپیک صحبت کنید که فکر میکنید جالبه، و اگر فکر میکنید انقدر اون جالبه که شما حاضرید براش $5، $10، $20، $100 خرج کنید، با من تماس بگیرید. تماس با من، اون وقتا میگفتن آمریکایی ها میگن از خوردن کیک آسون تره. ما که هر وقت کیک خوردیم رفته پس ملازمون دقاسیم خفه بشیم. ما ایرانی ها میگیم از آب خوردن آسون تره. این ماجرای آب و این خدا هم این سه تا سوراخ گذاشته اینجا، آب و هوا و خوراک. آقا یکش میذاشتی این ور، یکش میذاشتی این، همه کله بدون سوراخ این ور وای سوراخ میگه 9 تا سوراخ گذاشتی اینجا، چرا آب و خوراک و هوا باید بره اینجا؟ یه قطره آب میره میخوای خفه بشی. اگه یه ماشین ساخته بودن توی این هزاران سال این مدلش تغییر نکرده بود، امروز هیچ که سوار نمیشد. درشکه هیچ که سوار نمیشه. ماشینا رو عوض میکنن، شیشه‌شو برقی میکنن، اینشو اینجوری میکنن، و ما آدم هنوز این سه تا سوراخ یه جا خوابیدی آب گلو خودت میره تو قسمت هوا، چشت آب میاد، دنیا زیر و رو میشه بمانه. خلاصه اگر شما هم برای حرفی که میخواین بزنید یا عقیده‌ای که دارید به اصطلاح حاضر هستید هزینه‌ای پرداخت کنید، ما در خدمتتون هستیم. تلفن 202-695-2573 دارم رو تصویر نگاه میکنم براتون میخونم. facebook.com/ یا ممیز مردم تیوی. بیا دیگه 10 ثانیه خیلی شد. ایمیل ما info@mardomtv.com. بیا دیگه. واتساپ ما 201-202-695-2573، یعنی برای اونایی که خارج از آمریکا هستن مجانی با واتساپ. و امروز ترزده که میشه پنجشنبه 11 آگست سال 2022، پنجشنبه 20 مرداد 1401، روز روزگار بر شما خوش. مرسی که با ما بودید.